قدرم من با اجازتون سخنرانی اول رو خودم انجام میدم. خسته نباشید و خدا قوت باید بگیم به همکار عزیزمون جناب آقای تو ابوالنژادیان که در خط مقدم مبارزه با کرونا در استان خوزستان گرفتار هستن. ایشون قرار بوده که قبول زحمت کرده بودن که این کار رو انجام بدن، متاسفانه به دلیل اینکه الان درگیر کار بودن در خوزستان، به هر حال من در خدمتون هستم. کماکاستی های صحبت منو ببخشید چون خیلی فرصت کوتاهی بود که من بتونم آماده بکنم، امیدوارم که مفید باشه. من ویدئومم قطع میکنم و صحبت رو شروع میکنم با اجازتون. فقط صدای من خوبه دیگه، درسته؟ بله خانمه، بله. مرسی، ممنونم. خب در رابطه با استفاده از داروهای بیولوژیک در کهیر مزمن، نکته‌ای که وجود داره، حالا به هر حال از لحاظ تعریفی کهیر مزمن بروز ضایعات کهیر و آنژیوئدم هست که حالا به صورت تکی یا همراه با هم اتفاق میفته و وقتی که این علائم بیش از 6 هفته ادامه داشته باشه، طبق تعریف کهیر مزمن گفته میشه که یک اختلال شایعی هست و 1-2% جنرال پاپولیشن رو مبتلا میکنه. اهمیتش از این جهت هست که کوالیتی آف لایف بیماران رو به شدت تحت تاثیر قرار میده. خب البته خانما رو بیشتر مبتلا میکنه و با اختلالات سایکولوژیک میتونه همراه باشه و خودش میتونه باعث بروز مشکلات سایکولوژیک در بیماران بشه و البته هزینه بسیار زیادی رو به جامعه تحمیل میکنه. در آمریکا 244 میلیون دلار سالانه اختصاص داره به هزینه های مرتبط با کهیر مزمن که عمدتاً به درمان بیماری اختصاص داده میشه، ولی حدود 16% مربوط به غیبت بیماران از کارشون به دلیل مشکلات ناشی از کهیر هست. از لحاظ مکانیسم های کهیر مزمن به خوبی شناخته شده نیست، اما گفته میشه که یک اختلال مزمن التهابی پوست هست و به همین دلیل اگر که ما بر اساس پتوی های ایمونولوژیکی که در پاتوژنز بیماری دخالت دارن به درمان بیماری بپردازیم، به هر حال میتونیم اپروچ درمانی بهتری داشته باشیم. در واقع مستل ها همجور که خودتون میدونین مهمترین سلول ها در بروز کهیر مزمن هستن که اینها معمولا سلول های پوشیده از IgE هستن و وقتی که در اثر تریگر های مثل عفونت، آلرژن، عوامل فیزیکی، عوامل اوتوایمیون و تریگر های ناشناخته مستل ها فعال میشن، یه سری میدیاتور های آزاد میکنن که مهمترینش هیستامین هست، ولی لوکوترین ها، سایتوکاین های دیگه، میدیاتور های وازو اکتیف، اینها آزاد میشن و باعث فراخوانی سلول های التهابی میشن. این میدیاتور ها میتونن باعث افزایش مولکول های ادهیژن روی عروق بشن و سلول ها رو فراخوان بکنن به محیط. نوروپپتید ها تحریک میشن، فاکتور های رشد و انفیلتراسیون نوتروفیل ها، ایوزینوفیل ها، بازوفیل ها، ماکروفاژ ها و لنفوسیت ها میتونه در بروز پاتوفیزیولوژی کهیر مزمن دخالت داشته باشه. دیده شده که بیمارانی که کهیر مزمن دارن تعداد و میزان قابلیت ریلیزبیلیتی در ماستل هاشون افزایش پیدا کرده، ابنرمالیته های مشخصی در بازوفیل های اینها وجود داره، بازوپینی دارن و عملکرد اف سی اپسیلون رسپتور 1 روی بازوفیل هاشون تغییر کرده. میزان اینترلوکین 31، 4 و 13 که با فعالیت و کموتاکسی بازوفیل ها همراهن افزایش پیدا کرده و تغییراتی در فعالیت آبشار انعقادی این بیماران دیده میشه. در واقع پتوی هایی که در کهیر مزمن نقش دارن میتونن مسیرهای آلرژیک باشن، مثل کهیری که در فرزن حساسیت به پنیسیلین اتفاق میفته، عمدتاً IgE mediated هستن، اما اوتوایمیون IgE، IgG های اوتوایمیون که علیه خود IgE یا رسپتورش ایجاد میشن، مسیرهای تولایک رسپتور که در وقتی که کهیر در زمینه عفونت یا التهاب ایجاد میشه، مسیرهای انعقادی و مسیرهای کمپلمان نقش دارن.
کهیر میتونه در اثر نوروپپتیدها در التهابهای نوروژنیک ایجاد بشه. سایتوکاین های مختلف میتونن در عفونت و التهاب و التهاب های اوزینوفیلیک و آنافیلاکسی های نان آی جی باعث کهیر بشن و در واقع گاهی وقتا ممکنه که داروهایی مثل ونکومایسین باعث تغییراتی در رسپتورهای مرتبط با مسل بشن و باعث ایجاد اختلال بشن. در واقع تمام این مکانیزم ها و رسپتورهای متنوعی که در کهیر نقش دارن همگی میتونن در نهایت باعث فعال شدن و بفرمایید افزایش. سلام، بفرمایید. چکر، خواهش می‌کنم. شما خوبی؟ ببخشید، از اساتید محترم خواهش میکنم همگی میوت بفرمایید میکروفوناتون رو. متشکرم. افزایش فعالیت مستل ها و ریلیز مدیاتور ها میتونه نقش داشته باشه. و اما در واقع بر اساس همین یافته ها اپروچ درمانی به کهیر مزمن میتونه با کنترل این زید تعطیل نیم ساعت باکتورهای التهابی باشه. ببخشید من همیشه ان شاء الله دست میکنم میکروفون های اپروچ دست دو ساعت تندرست میشه. خواهش میکنم، سالم باشید. خداحافظ. عذرخواهی میکنم، میشه از همکارا خواهش کنم میکروفوناشون رو میوت کنن؟ ممنون میشم. خیلی از میکروفونا بازه، لطف کنین. ممنونم. عذرخواهی میکنم. در رابطه با درمان کهیر مزمن گایدلاین ها با یه تفاوت های جزئی همشون معتقدن به استوایس تریتمنت که استپ یک درمان آنتی استامین ها به صورت مونوتراپی هست و استپ های بعدی با افزایش دوز یا در واقع اد کردن آنتی استامین ها هست و استپ سه یا چهار میپردازه به استفاده از داروهای ایمونومدولاتور مثل سایکلوسپورین یا استفاده از آنتی آی جی یا اومالیزوماب که ممکنه که فقط توی استپ ها با هم جا به جا باشن. ولی در مجموع از بین درمان های توصیه شده برای کهیر مزمن اومالیزوماب جزء درمان هایی هست که توصیه میشه. یه سری فاکتورهای پروگنوستیکی هستن که به عنوان بیومارکرهای پروگنوز و پاسخدهی به درمان در کهیر مزمن مد نظر هستن. از لحاظ بالینی هرچه که بیماری طول مدتش طولانی تر باشه شدتش بیشتر باشه در جنس خانم، در اونهایی که همراه با آنژیوئدم هستن، اونایی که همراه با کهیرهای فیزیکی هستن، سن بالاتر، اونایی که انسید مصرف به انسید حساسیت دارن و اونهایی که هایپرتنشن دارن احتمال پاسخدهی به درمان درشون کمتر هست. و یه سری بیومارکرهای آزمایشگاهی داریم، اونایی که تست اوتولوژی مثبت دارن، اینترلوکین 6 یا رسپتورش اینترلوکین 18، CRP، در واقع متال پروتئیناز ها، دی دایمر، فرگمنت های پروترومبین افزایش پیدا کرده یا کاهش سطح ویتامین دی دارن و کاهش تعداد بازوفیل ها در خون یا افزایش فعالیت بازوفیل ها با پروگنوز ضعیفتری در بیماران کهیر مزمن همراه هستند. در واقع از لحاظ درمانی با توجه به اینکه بسیاری از بیماران بر اساس همین پروگنوستیک فاکتورها پاسخ مناسبی به انتخاب اول درمانی ما یعنی آنتی استامین ها نمیدن، استفاده از داروهای بیولوژیک جز درمان های توصیه شده در کهیر مزمن هست و تنها داروی بیولوژیکی که اپروف شده در کهیر مزمن اومالیزوماب هست که در سن بالای 12 سال در بیمارانی که به درمان اپتیمایز آنتی استامین های نسل یک جواب ندن، نسل دو جواب ندن یا اینکه در واقع به توتال دوز آنتی استامین ها جواب ندن میشه از اومالیزوماب استفاده کرد. البته داروهای بیولوژیک دیگه هم مثل لیجلیزوماب، کویلیزوماب، آی وی آی جی، تی ان اف آلفا اینهیبیتورها، آنتی سی دی 20، اینترلوکین 1 اینهیبیتورها، اسپایک اینهیبیتورها، پی جی دی آر 2 آنتاگونیست ها، بی تی که اینهیبیتور ها و آنتی سیگلک ایج اینهیبیتور هستند که من تا جایی که بشه به اینها اشاره هایی خواهم کرد. در خصوص اومالیزوماب خب قبلا تصور می شد که آی جی ای نقش مهمی در بروز کهیر مزمن نداره، اما بعدا با توجه به تاثیر خوبی که اومالیزوماب در درمان کهیر مزمن نشون داد
مشخص شد که احتمالاً IgE نقش مهمتری از اونچه که قبلا فکر میشد داره و تنها داروی بیولوژیکی که در واقع اولین بار اپروف شد برای کهیر مزمن اومالیزوماب بود. دیده شده که در مطالعات مختلفی که دابل بلایند پلاسبو کنترل انجام شده 40% بیماران کامپلیت ریسپانس دارن و 50-70% بیماران کهیر مزمن پارشیل ریسپانس به اومالیزوماب نشون میدن و این در متاانالیز ها هم اثبات شده. در خصوص مکانیسم و عمل اومالیزوماب در کهیر مزمن به نظر میرسه که در واقع یک IgE ابنرمالی در این بیماران وجود داره که یک آنتیژن ناشناخته‌ای رو شناسایی میکنه و وجود یه سری اونتو آنتیبادی هایی مثل IgG یا IgE اونتو آنتیبادی هایی که علیه خود IgE یا FcFcRn رسپتورش هستن میتونن در پاتوفیزیولوژی بیماری نقش داشته باشن و به نظر میرسه که اومالیزوماب میاد متصل میشه به این IgE ها و این کمپلکس IgE و اومالیزوماب میتونه باعث کاهش این IgE های پاتوژنیک در بیماران بشه. یه سری بیومارکر هایی هستن دیده شده که در کهیر مزمن میتونن نشون بدن که بیمار آیا به اومالیزوماب پاسخ خوبی میده یا نه. یکیش بازوفیل هیستامین ریلیز اسی هست که اگر که مثبت باشه یعنی فعال شدن بازوفیل ها و ریلیزبیلیتیشون افزایش پیدا کرده باشه بیمار پاسخ آهسته ای میده. اونایی که اوتولوگوس تستشون مثبت هست باز پاسخشون ضعیف هست. کسایی که سطح FcFcRn رسپتور یکشون اکسپرشنش افزایش پیدا کرده، اونایی که CD223 روی بازوفیل هاشون ندارن و اونایی که سطح بالاتری از توتال IgE دارن، اونایی که دیدایمرشون کاهش پیدا کرده و اونایی که سطح اینترلوکین 3 یکشون کاهش پیدا کرده همه پاسخهای خوبی میدن. هرچی که میزان FcFcRn رسپتور یک افزایش داشته باشه پاسخ سریع تر خواهد بود و در کسایی که IgEشون خیلی پایین باشه یعنی زیر 100 باشه دیده شده که میزان ریلپس سریع تر و کوتاه تر هست و CRP اگر بالا باشه باز دیده شده که در بیمارانی که نان ریسپاندر به آنتی استامین ها هستن میزان CRP بالاتر هست. در خصوص اینکه اومالیزوماب چجوری به درمان کهیر مزمن کمک میکنه، با توجه به اینکه باعث کاهش سطح IgE میشه، باعث در واقع جداسازی IgE از رسپتورش میشه و اکسپرشن رسپتور رو روی مستل ها و بازوفیل ها کاهش میده، در نتیجه دگرانلیشن این سلول ها رو کاهش میده و در واقع اون بازوپنی که در بیماران کهیر مزمن وجود داره رو ریورس میکنه و میتونه باعث کاهش فعالیت اوتو آنتیبادی ها بشه، میتونه در درمان کهیر مزمن کمک کننده باشه. اما چه دوزی از اومالیزوماب باید استفاده بشه؟ اینم در گایدلاین های اروپایی با آمریکایی یه ذره فرق میکنه. اروپایی ها 300 میلی گرم رو توصیه میکنن و آمریکایی ها 150 یا 300 میلی گرم. تزریقش به صورت ساب کیو هست و هر 4 هفته توصیه میشه که انجام بشه. اینکه بعضی از بیماران هستن که تا 6 ماه هم ممکنه که اون پاسخشون به تأخیر بیفته و بعضی از بیماران هم هستن که بعد از اینکه دارو قطع میکنیم دچار ریلپس میشن، اما خوشبختانه اکثر مریضا بعد از اینکه ریلپس پیدا کردن با شروع مجدد دارو سریع در علائمشون کنترل میشه و در دیده شده که اومالیزوماب در کسایی هم که کهیرهای ایندیوسیبل یا فیزیکی دارن مؤثر بوده. در مورد دوزش اگر کسی پاسخ کافی نده توصیه میشه که میشه دوز رو افزایش داد یا اینتروال رو کاهش داد و خیلی ها توصیه میکنن که به جای اینکه ما بیایم یک رژیم ثابت به همه بدیم دوز رو بر اساس پاسخدهی مریض تنظیم بکنیم و در واقع اونایی که اصلا هیچ پاسخی نداده باشن به شرطی که البته 3 دوز گرفته باشن یا اینکه پاسخشون بعد از 6 دوز هنوز در حد پارشیل مونده باشه توصیه میشه که اینها رو به ماکسیموم دوز لایسنس یعنی 300 میلی گرم برسونیم و حتی توصیه میشه که به صورت مستقیم یا استپ وایز دوز دارو رو به 600 میلی گرم برسونیم که حالا مستقیم یعنی بلافاصله بریم رو 600 میلی گرم یا استپ وایز اول بریم رو 450 میلی گرم، اگه کنترل نشد بریم روی 600 میلی گرم و سیفتی دارو
به صورت 600 میلی گرم هر 4 هفته و حتی هر 2 هفته ثابت شده. کسایی رو باید دوز دارو رو درشون افزایش بدیم. یکی دیده شده اونایی که بی ام آی بالاتری دارن احتمالاً نان ریسپاندرن و نیاز به دوز بالاتر دارن. اونایی که قبلا سایکلوسپورین ای دریافت کردن، اونایی که سن بالای 57 سال دارن و اونایی که سطح آی جی ایشون خیلی پایین باشه، اینا احتمالاً نیاز دارن که دوز دارو رو ببریم بالا. اما میزان پاسخدهی به دارو دیده شده که با جنس بیمار یا وجود آنژیو هم امیرزا امیرزا میکروفون رو خاموش کنید لطفا. و اینکه در واقع به اسکور فعالیت کهیل و یا وجود اندیوسبل اورتیکاریا دیده شده که ربطی نداره. آیا وقتی که ما اومالیزوما به بیمار میدیم لازم هست که مانیتورینگ خاصی انجام بدیم؟ نه، هیچ تست آزمایشگاهی خاصی لازم نیست که برای بیمار به صورت مانیتورینگ انجام بشه. در خصوص پاسخدهی به درمان بر اساس شدت و فعالیت کهیل اورتیکاریا اکتیویتی اسکور طی 7 روز یا یو ای اس 7 رو در نظر میگیرن. اگر که بیمار بعد از درمان یو ای اسش به 0 برسه یعنی کامپلیت ریسپانس داده، اگر که بین 1 تا 6 باشه ویل کنترل در واقع گفته میشه. اونایی که پارشیل ریسپاندر هستن اونایی هستن که یو ای اسشون بالای 6 میمونه ولی زیر 15 است و اگر بالای 16 بمونه نان ریسپاندر گفته میشه. البته برای نان ریسپاندرا به شرطی که 4 هفته بیمار 300 میلی گرم رو گرفته باشه بهش میگن نان ریسپاندر. و در مورد پارشیل ریسپاندرا افت در واقع کاهش یو ای اس حدود 30% رو هم مد نظر میگیرن. بعضی از بیماران فست ریسپاندر هستن، یعنی تا حد اکثر 6 هفته این یو ای اسشون کاهش پیدا میکنه، اما بعضی ها اسلو ریسپاندر هستن و 3 تا 4 ماه طول میکشه که این پاسخ بالینی رو بدن و بعضی ها که در واقع ریفرکتوری هستن یعنی اصلا پاسخی نمیدن. نکته وجود داره این هست که اگه بخوایم تشخیص بدیم که چه مریضی ممکنه نان ریسپاندر باشه، اندازه‌گیری توتال آی جی ای میتونه کمک کننده باشه. و با توجه به این که وقتی که ما اومالیزوماب رو تزریق میکنیم 3 تا 5 برابر ممکنه توتال آی جی سرمون بره بالا، برای این توصیه میشه که قبل از شروع اومالیزوماب یه آی جی ای اندازه بگیریم و اون میزان آی جی ای بیستمون اگه زیر 43 باشه به احتمال بسیار زیاد بیمارمون نان ریسپاندر خواهد بود. به همین دلیل توصیه میشه که در واقع این آی جی ای بیس رو از بیمارانمون اندازه بگیریم. در خصوص مدت درمان هم در واقع میدونیم که اومالیزوماب باعث ریمیشن کامل نمیشه و میتونه فقط کنترل بکنه. برابر این خیلی وقتا وقتی اومالیزوماب رو قطع میکنیم مریضا علائمشون عود میکنه. به همین دلیل توصیه میشه که به صورت روتین مریضا یو ای اس 7 شون چک بشه و بر اساس اون تصمیم گیری بشه و توصیه میشه که در واقع مدت درمان اومالیزوماب رو تا زمانی ادامه بدیم که بیمارمون به اون ریمیشن خود به خودی که در سیر کهیر همیشه داریم بره. و اینکه در واقع یک وینینگ متد خاصی الان توصیه نمیشه. بعضیا میگن که بیایم هر اینتروالا رو بعد از اینکه مریض خوب شد یه هفته افزایش بدیم، یعنی مثلا 4 هفته رو بکنیم 5 هفته، 5 هفته رو بکنیم 6 هفته. بعضیا میگن که بیایم اینتروالا رو بکنیم 8 هفته و اگر در طی یک دوره 4 ماهه بیمار هر 8 هفته اومالیزوماب گرفت و علامت نداشت اون موقع درمانش رو قطع بکنیم. حالا البته در مورد اینکه بعضی ها اسلو ریسپاندرن یا نان ریسپاندرن، اونم که همونجوری که گفتم حداقل توصیه میشه که بیمار 3 دوز گرفته باشه تا بعد راجع به این قضاوت بکنیم. ولی اینکه چه مدتی ما اینو ادامه بدیم بعد بگیم مریض نان ریسپاندر خیلی کانسنسوسی وجود نداره. بعضیا میگن 3 دوز، بعضیا میگن 4 تا 6 دوز مریض گرفت اون موقع تصمیم بگیریم که این مریض نان ریسپاندره و مثلا دارو دیگه به دردش نمیخوره. در مورد اینکه تا چه مدت میتونیم دارو رو ادامه بدیم، مطالعات مختلفی وجود داره، حتی تا 10 سال هم دیده شده که مصرف اومالیزوماب سیف بوده. در مجموع دارو سیف هست، مؤثر هست، اما به دلیل اینکه هزینه بالایی داره و ریسک ریلپس داره و اینکه اپتیمال دیوریشنش مشخص نشده یه مقداری به هر حال مشکل هست،
در خصوص اینکه آیا آنافیلاکسی به دنبال دارو اتفاق میفته، دیده شده که در کهیر مزمن نسبت به آسپ ریسک آنافیلاکسی بسیار کمتر هست و اینکه در مجموع دارویی هست که خیلی خوبه و از بین بیمارانی که تو مطالعات مختلف دارو رو قطع کردن، درصد بسیار کمیشون به خاطر ادورس ریاکشن ها قطع کردن و بیشتر به دلایل دیگه قطع کردن. من یه اشاره کوچیکی هم بکنم که اومالیزوماب در ایندیوسیور اورتیکاریا هم دیده شده که مؤثر هست و در پرگننسی چون از جفت رد میشه فعلا اپروو نشده، اما کیس ریپورت هایی وجود داره که استفاده شده و هیچ گونه ابورشن یا آنورمالی یا پرمچوریتی یا لوبرت بیتی گزارش نشده و فعلا در کاتگوری بی هست، اما فعلا توصیه نمیشه که استفاده بشه. در سنین بالاتر هم ظاهرا حالا محدودیتی از لحاظ دوز و عوارض خاص تا به حال گزارش نشده و شواهدی وجود نداره که توی سنین بالاتر فرق بکنه. در چاقی هم اومالیزوماب همچون که گفتیم بی ام آی بالا یکی از مواردی هست که پاسخدهی رو کم میکنه، حتی در بیماران آسمی که پرکیجی حساب میشه دیده شده که بیماران چاق پاسخدهی کمتری دارن. و در خصوص کانسر در اومالیزوماب هم گفته میشه که کسایی که آلرژی دارن و آی جی ای بالا دارن، به نظر میرسه که آی جی ای و آلرژی نقش پروتکتیو علیه کانسر داره و شاید اومالیزوماب با توجه به اینکه آی جی رو کم میکنه بتونه ریسک کانسر رو زیاد بکنه، اما خب خیلی ثابت شده نیست و یه مقداری فقط گفته میشه که هرچی که میزان آی جی پایین تر باشه احتمال کانسر بیشتر میشه. و فقط نقطه نظری که در مورد کهیر وجود داره اینه که حواسمون باید باشه که خود کهیر میتونه علامتی از مالیگنانسی باشه و هرچند که مطالعه کمه چون 17 سال بیشتر نگذشته از زمانی که اومالیزوماب اپروف شده برای کهیر، هنوز نمیشه قضاوت دقیق کرد، ولی تا به حال میشه گفت که فعلا اومالیزوماب ریسک کهیر رو افزایش نمیده و حتی در بیمارانی که کهیراشون ببخشید ریسک مالیگنانسی رو، کسایی که قبلا مالیگنانسی داشتن مثل برست کارسینوما، ملانوما، تیروید کارسینوما استفاده شده و دیده نشده که باعث مشکل بشه. بنابراین در کسایی که مالیگنانسی اکتیو ندارن فعلا کنتراندیکاسیونی نداره. من یه 5 دقیقه وقت دارم که اشاره کوچولویی به بقیه داروها میکنم. لیجلیزوماب در واقع دارویی هست که میاد به سیتری دامین آی جی میچسبه و خیلی قوی تر میتونه ساپرشن تست پیریک ایجاد بکنه و تا 50 برابر افینیتیش نسبت به اومالیزوماب به آی جی ای بالاتر. برابر این به نظر میرسه که این دارو میتونه در آینده خط اول درمان کهیر مزمن بشه و در کسایی که در واقع کهیرهای مقاوم دارن شاید بتونه مؤثر باشه. یه مطالعه انجام شده و دوزای مختلف لیجلیزوماب رو با اومالیزوماب و پلاسبو مقایسه کردن و هم در کنترل کهیر هم در کنترل آنژیوئدم مؤثرتر از اومالیزوماب بوده و خیلی قوی تر تونسته تست پیریک رو ساپرس بکنه و در مجموع سیفتی کانسرن خاصی هم در موردش وجود نداشته و هیچ ایونت خاصی هم به دنبالش گزارش نشده. و یه داروی دیگه کویلیزوماب هست که اینم باز میاد به ممبرین باوند آی جی ای متصل میشه و میتونه باعث کاهش بیسل هایی که آی جی سویش هستن بشه و در واقع اونها رو از بین ببره و باز میتونه باعث کاهش سطح آی جی سرم بشه و در واقع میتونه در کنترل کهیر کمک کننده باشه. داروی UV221 هم باز میتونه به آی جی ای آزاد متصل بشه، شبیه اومالیزوماب هست، فقط فرقش اینه که به آی جی ای متصل به CD23 میتونه متصل بشه. و به هر حال این داروها در مرحله کلینیکال ترایال هستن و بنرالیزوماب هم یک کلینیکال ترایال انجام شده که توی نیو انگلند مقاله راجبش چاپ شده بود. در واقع اکثر این داروها توی 2021 یعنی UV221 تا 2023 این به نظر میرسه که مطالعهشون ادامه پیدا بکنه. و بیولوژیک های دیگه مثل IVIG، TNF اینهیبیتورها، اینتلوکین 1 اینهیبیتورها، آنتی CD20، آنتی سیگلک 8، آنتی TSLP، اینتلوکین 4 رسپتور، اینتلوکین 5
و رسپتورش و آنتی انترلوکین 13 هم تحت مطالعه هستند و من فکر کنم که نرسم به اونها. در مورد IVIG من فقط اینجا یه جدولی هست که یه توضیح کوچولویی بدم که به نظر میسه که IVIG در اونهایی که نوع اوتوایمیون هستن و دیلیت پرشر اورتیکاریا بتونه موثر باشه، اما خب با توجه به اینکه هزینه بالایی داره و باید IV استفاده بشه، یه مقدار مصرفش محدود میشه. و در مورد TNF اینهیبیتورها هم در موارد مقاوم دیده شده که میتونه موثر باشه، اینترلوکین 1 اینهیبیتورها در اونهایی که اشنیتزر سیندروم دارن و کرایوپرین اسوسییتد پریودیک سیندروم ها رو دارن دیده شده که موثر هست، آنتی CD20 و بقیه دارو هم در موارد خاصی استفاده شدن و بعضیشون هنوز دیتاهاشون اویلیبل نیست. در مجموع من حالا اسلایت ها روی گروه شیر میکنم و در مجموع میخوام اشاره کنم به اینکه در واقع مسل ها ریسپتور های متعددی دارن، سایتوکاین های متعددی ترشح میکنن و همچنین بازوفیل ها و اوزنوفیل ها و بیسل ها همگی و تیسل در واقع دست به دست هم در پاتوفیزیولوژی کهیر مزمن نقش دارن و هر کدوم از اینها سایتوکاین هاشون و ریسپتور هاشون و اون عملکردشون میتونه در واقع به صورت هدفمند کنترل بشه و در کنترل کهیر مزمن نقش داشته باشه. خیلی از توجهتون متشکرم و همینجا دعوت میکنم از جناب آقای دکتر شفیعی که سخنرانی خودشون رو در رابطه با درمانهای بیولوژیک در آس شروع بکنم. خیلی از توجهتون متشکرم. جناب آقای دکتر شفیعی در خدمت شما هستم. آیتو شفیعی سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، اجازه بدید من شیر بکنم اسلاید من بعد صحبت می‌کنم. در خدمت شما. آیتو شفیعی من میوت آل رو می‌زنم بعد شما خودتون باز کنین، چون که یه مقداری صدا وسط صحبت‌ها میاد، بعضی از همکارا میوت نکردن، عذرخواهی می‌کنم. کامپیوتر الان اسلایدر رو دارین شما یا نه خیر؟ یه لحظه. بله من اسلایدر رو دارم، فقط بذارید من شما رو میکروفونتون رو باز کنم، اسم شما رو پیدا کنم. شما الان میکروفونتون باز البته اوکیه، بفرمایید. بله خب اسلایدر رو دارین دیگه درسته؟ بله اسلایداتون هست آقای تو، بفرمایید. صدا به نام خدا. در مورد پرسونالایز مدیسین در مورد آس قرار هست صحبت بکنیم با حالا رو کرده اختصاصی تر به درمان های بیولوژیک آس. در مقدمه باید بگیم که آس همچون که میدونین الان صدای من داری خانم دکتر؟ بله آقای دکتر صداتون خوبه، بفرمایید. یه لحظه من صدا برای خودم قطع شد، ببخشید. بعد آقای دکتر فکر کنم که این اسلایداتون درست شد، بفرمایید. بله. همش که میدونید آس اگرچه تظاهرات مشابهی بین افراد مختلف دارد ولی فنوتیپ های مختلفی ایجاد این علائم مشابه میکنند و هر فنوتیپی در واقع مولکولار پاتوی متفاوتی دارد و هدف از پرسونالایز مدیسین این هستش که ما درمانی بذاریم که به هر کسی بر اساس اون فنوتیپ و اندوتایپی که دارد درمان بگیره، بر اساس هر شخص جداگانه. ایدئال این هستش به جای اینکه به اصطلاح یک درمانی که برای همه یک جور باشه بخوایم بذاریم، در واقع یک سایز برای همه بذاریم، این هست که برای هر کسی سایز خودش در واقع درمانش رو برای شروع بکنیم. اگرچه ما درمانی هم که الان برای آس میذاریم واقعا وان سایز فیت آل نیستش و آل استفندی حداقل داریم که برای افراد مختلف استفای مختلف درمان شروع میکنیم. و همچنین میدونید آس در واقع
از انواع از فنوتیپ بر اساس علائم بالینی هستش، آلرژیک سنسیتیزیشن داشته باشن نداشته باشن، حملات مکرر داشته باشن یا نه، همچنین بر اساس یافته های اسپیرومتری و NO بازدمی، این انواع دستبندی ها میشه و بر این اساس در واقع فنوتیپ های مختلفی برای آس توصیف شده. و هر وقت صحبت از پرسونالایز مدیسین میکنیم یعنی اینکه اپروش بکنیم هم در درمان و هم پیشگیری به نحوی که به اصطلاح هر کسی بر اساس یافته های متغیری که دارد درمان خاص خودش رو بگیره. عرضم به حضورتون که به اصطلاح به این صورت که هر کسی در واقع ما درمانی بذاریم برای هر شخصی به صورت درست، برای هر شخص درمان در زمان مناسب که ببینیم درمانی که میذاریم مناسب هست یا خیر. و حالا چه چیزایی باید در واقع اصلا نیازی هست به این پرسونال مدیسین، برای پرسونال مدیسین چه چیزایی نیاز داریم، چه نیازی هست به اینکه پرسونالایز مدیسین رو در نظر بگیریم. چیزی که الان درمانی که ما میذاریم چند تا مشکل داره و این یکی این هستش که یه تعداد قابل توجهی از مریضا، اگرچه زیاد نیستن حدود 5-10%، ولی اینا هستن به حال کسایی هستن که به این درمان حاضر پاسخ نمیدن. و نکته دیگه این که درمانی که الان ما میذاریم بدون توجه به پاتولوژی و به اصطلاح اندوتایپ های مختلفی هستش که توی آسم هستش و فقط بر اساس علائم بالینی هستش و شدت علائم بالینی. و در واقع ما میتونیم و نکته دیگه این هستش که با بیومارکرهایی که جدیداً شناخته شده و با شناخت پاتولوژی آس ما میتونیم در واقع درمانی بذاریم که برای هر شخص مجزا باشه و مفیدتر باشه و تفکیک کنیم که تو افراد مختلف که درمانی متفاوت بذاریم. درمانی که قبلا میذاشتیم هستش که یه درمانی برای مریض میذاشتیم بر اساس شدت بیماری و الان هم میذاریم یه درمان میکنیم، اگر پاسخ نداد میریم سراغ درمان بی. ولی هدف از پرسونالایز مدیسین هستش که بر اساس یافته های مختلف ژنتیک و بیومارکرها و چیزهای دیگه یه افراد تفکیک کنیم و این افراد مختلف که تفکیک میشن هر کدوم درمان خاص خودشون که مناسبشون هستش بذاریم. و اینجا ملاحظه میفرمه در واقع پرسونالایز اپروش بر درمان آس میبینید بر اساس چیز مختلف بیومارکرهای سرومی، بیومارکرهای خیلط، FENO، ژنوتایپ، اینا میتونیم افراد تفکیک بکنیم و درمان خاص خود هر کسی براش بذاریم. پاتولوژی در واقع آسم الان به این صورت تقسیم بندی میشه به دو صورت، به صورت تیدو های و نان تیدو هستش. و منظور از تیدو های این هستش که التهاب اوزینوفیلیک داریم و در نوعی که نان تایپ 2 هستش به اصطلاح التهاب نوتروفیلیک داریم، یعنی که کاهش سلولای التهابی داریم. اینجا در واقع میبینید تیدو های و تیدو لو هستش که توی تیدو های افزایش تی هلپر 2 داریم و به اصطلاح التهاب اوزینوفیلی داریم یا ممکنه الان مخلوطی از اوزینوفیل و نوتروفیل باشه و توی تایپ نان تایپ دو یا تی دو لو به اصطلاح افزایش نوتروفیلا داریم یا کاهش سلول رو ممکن داشته باشیم و اینجا تی هلپر 1، تی هلپر 17 و نوتروفیلا بیشتر داخل هستن. قبلا در واقع به جای این تی دو های یا تی دو لای از اصطلاح تی هلپر 2 و تی هلپر 2 نان تی هلپر 2 استفاده میکردن که دلیلاً مشخص شده که فقط این تی هلپر 2 نیست که به سلام التهاب اوزینوفیلیک رو ایجاد میکنه، بلکه اینت لیمفوئید سل ها هم در این التهاب اوزینوفیلیک دخیل هستن و جدیداً میبینه این تی هلپر 2 به حال اون تی سه رسپتور داره و التهاب اوزینوفیلی همچنین افزایش آی جی ای به دنبالش هستش، ولی اون اینت لیمفوئید سل ها دیگه بدون نیاز به ارائه آنتیژن و دندیتیک سلا خودشون با واسطه یا سری انترلوکین های مختلف
باعث التهاب اوزینوفیلی میتونن بشن. ولی جدیدن برای هم به جای تی هلپر 2 از تی 2 استفاده میکنن، تایپ 2 که اوزینوفیلیک هستش. این یه شکل شماتیک رو نشون میده برای انواع اندوتایپ های آسپ که حالا ممکنه به اصطلاح اوزینوفیلیک باشد و آلرژیک باشد، یعنی هم افزایش آی جی ای داریم، هم افزایش اوزینوفیل ها که این تی هلپر 2 هستش، ممکنه اوزینوفیلیک باشد ولی آلرژیک نباشد. اینجا اینت لیمفوید سل های تایپ 2 نقش دارن، یا ممکنه که به اصطلاح مخلوط از اینا و نوتروفیلیک باشد که تو نوتروفیلیک میدونین تی هلپر 1 و تی هلپر 7 هستش، یا اینکه نسنوی باشه که سلول ها کم هستن. اما یه سری ما بیومارکرهایی داریم که این نشون میده که احتمالا این بیماری از چه دسته‌بندی تقسیم میشه و میتونن در واقع این بیومارکرها سلول ها باشن، بررسی ژنتیک باشد، محصولات ژنیک پروتئینی باشد، هر چیز دیگه که بتونیم استفاده بکنیم برای اینکه تایپ بندی اندوتایپ ها رو مشخص بکنیم. بیومارکر میدونیم برای اینکه بیومارکر بگیم خوب باشه شاید باید راحت باشه انجامش، امکان پذیر باشه، سریع باشه، وسیله‌ای که میخوام انجام بدیم راحت باشه انجامش، سنسیویتی اسپسیفیتی بالا داشته باشه، توی اوتکام بیماری کمکمون بکنه و دیگه اینکه با درمان به هر حال نرمال بشه، به اون یه معیار از درمان میخوام استفاده کنیم بتونیم بعدش فالوآپش بکنیم ببینیم نرمال میشه یا نه. و بیومارکر برای در واقع مشخص کردن انواع فنوتایپ ها استفاده میشه که در واقع یک هول آسما رو تفکیکش بکنیم به انواع تایپ های مختلف که بدونیم خودمو به چه درمان اختصاصی میتونن جواب بدن. یه سری بیومارکر ما داریم، مثلا آی جی ایوزنوفیل اف ای ان او هستش که میتونیم استفاده بکنیم برای تفکیک این اندوتایپ های آس. این در واقع حالا چرا نیاز بوده ما درمان بیولوژیک انجام بدیم، مثلا این درمان روتینی که انجام میدیم چه مشکلی دارد؟ مگر چند تا نکته هستش. یکی این که به حال یه سه از بیمارا هستن 5-10% علارغم این درمانی که میذاریم به درمان پاسخ نمیدن، اگرچه اینا خیلی 5-10% زیاد نیست ولی اینا 50% مراقبت های پزشکی افراد آسمی به خودشون اختصاص میدن. و به صورت کلی برای قبل از این مواردی خیلی شدید ما درمانی داریم که شامل کورتیکوستروید هست و بتا آگونیستا. و این جمله قشنگی بود من دیدم که احتمالاً مال به این زودیا به سالا نمیتونیم چیز پیدا بکنیم به این خوبی این داروها که طیف وسیع از بیمارا رو پوشش بدن، به قول معروف دنیا مثل تو نداره و نمیتونه بیاره، فعلا اینا هستن. و ولی به هر حال یه تعدادی هستن که به این درمان پاسخ نمیدن و نیاز هستش که درمانه دیگه استفاده کنیم که اون بر اساس ساب تایپ هایی که میشه به اصطلاح اون فرآورده های بیولوژیک رو میتونیم استفاده بکنیم برای این بیماران. اما برای اینکه بیولوژیک تریتمنت رو برای بیمار آسمی شروع بکنیم چند تا چیز خیلی مهم هستش که در نظر بگیریم. این شاید مهمترین اسلاید من باشه. یکی اینکه اولا اگر کسی به درمان پاسخ نداد اول مطمئن بشیم که حتما اصلا آسم هستش. اگر آسم هستش اصلا داروهاش درست استفاده میکنه یا استفاده میکنه، تکنیکش درست هستش یا نه، کوموربید کاندیشن ها رو حتما چک بکنیم نداشته باشد، سیگار و عوامل دیگه که باعث عدم کنترل آسم میشه باید مطمئن بشیم. یعنی ما یه درمان خیلی سنگین نذاریم رو دست مریضی که به خاطر اینکه داروشو درست استفاده نمی‌کرده. اولین در واقع فرآیند بیولوژیکی که می‌خوام صحبت بکنیم مونوکلونال آنتی‌بادی ضد آی‌جی یا زولر هستش، یا اومالیزوماب به اصطلاح که ملاحظه می‌فرمایید. این به قسمت به اصطلاح CHC آی‌جی‌ای وصل میشه و این آی‌جی ها رو به صورت یا ترایمر یا حالا یه دونه مونوکلونال آنتیبادی و دو تا آی جی، یعنی که دو تا مونوکلونال آنتیبادی و یه آی جی بهش متصل میشه یا به فرمای هگزامر و فرمای دیگه ممکنه وصل بشه و اینا رو به اصطلاح مانع اتصال آی جی به رسپتورش میشه یا باعث حذف آی جی از گردش خون خواهد شد. مکانیسم عملش در واقع این هستش که کاهش سطح آی جی ایجاد میکنه
عرضم به حضور شما بیان FC اپسیلون رسپتور کاهش میده، NO بازدمی کم میکنه، اوزینوفیل خلط کاهش میده و همچنین انتلیکین 13 رو کاهش پیدا میکنه و التهاب راه هوایی کم میکنه. توی آز خب حملات و کوالیتی آف لایف و هم بستری شدن و علائم رو کاهش میده و روی فانکشن پولمونری فانکشن تست هم اثر خفیفی دارد. این اسلاید همیشه که مشاهده میکنید در واقع اثر اومالیزوماب نشون میده. اون ستونه سبز رنگ که میبینید در واقع موثرتر بوده در کاهش اگزاسرویشن ها، هم کسایی بودن که مثلا FeNO بالاتری داشتن، یه اوزینوفیل بالاتری داشتن، به هر حال تو این افراد موثرتر هستش تا کسایی که این خصوصیات رو نداشته باشن. یا این اسلاید حملات توی سیزنال به اصطلاح حملات آسم نشون میده که کسایی که اومالیزوماب استفاده کردن به تبع اون ستون قهوه‌ای به مراتب کمتر بوده در مقایسه با پلاسبو. در مورد آس بر واقع بالای 6 سال اپروف شده، در مورد آس متوسط تا شدید شرطش IgE هستش که بین حداقل بالای 30 باشه تا 700. دیگه چیزای دیگه که میتونید استفاده کنید اسکین پریک تست مثبت یا اسپسیفیک IgE. عرضم به حضور شما عدم پاسخ به درمان گلوکورتیکوئید داشته باشن و به صورت سابکوتانئوس هر 2 تا 4 هفته تجویز میشه. دوزش همش که میدونید 1600 میلی گرم پر کیلوگرم پر اینترنشنال یوریت پر میلیلیتر آف IgE هستش در ما. بیشتر از 150 میلی گرم چون سابکوتانئوس تزریق میشه و دوزای 375 میلی گرم میتونیم بدیم، یک محل نباید تزریق بشه و اگه بیشتر بود جاهای متفاوت باید تزریق بشه. این دوزش هستش همچنین خانم دکتر هم توکل هم فرمودن میبینید بر افراد چاق واقعا شاید تأثیرش کم باشه با حال چون پر کیلوگرم میدیم. این حال بر اساس وزن متوسط هستش، وزن و سطح IgE که دوزش افزایش پیدا میکنه، وزن که بره بالا و سطح IgE که بره بالاتر این دوز افزایش پیدا میکنه. ولی میبینید توی وزنهای خاصی و IgE بالا یعنی دوز مشخصی براش وجود نداره. جدیدن به خاطر کووید 19 قبلا خب داروی بود و توصیه میشد به خاطر خطر آنافیلاکسی که هستش حتما تو کلینیک تزریق میشه، ولی الان شرط گذاشتن که اگر 3 نوبت آمالیزابا دریافت کرده باشه در کلینیک و حساسیت نشون نداده باشه آنافیلاکسی و دیگه اینکه اپیپن داشته باشد خودش بتونه تزریق کنه و درمان آنافیلاکسی انجام بده، این موارد میتونیم بهشون بدیم که تو خونه تزریق بکنن. و اینجا مشاهده میفهمم که گفتم اپیپن باید حتما داشته باشه و 3 تا تزریق اول میگن 2 ساعت باید بمونه و 2 تای بعدی حداقل 30 دقیقه باید تحت نظر باشه به خاطر شانس آنافیلاکسی که ممکنه وجود داشته باشه. از نظر پاسخ به درمان در حال 30 تا 50% علائم و اگزاسرویشن اینا رو موثر هستش، کاهش میکنه، به طب صفر نمیکنه، همچین دارویی نیستش و حدود 12 هفته نیاز هستش که مشخص بکنیم افکتیو هستش یا نه. و توی آپ تو دیت اشاره کرده بود که ما معمولا 3 تا 6 ماه ترایال میکنیم قبل از اینکه بگیم حالا این فایده نداشت یا داشتش. این به صورت خلاصه هم چیزایی که خدمتتون عرض کردم هستش. در مورد عوارض جانبی فقط مینی لوکال ریاکشن شایع‌ترین عارضش هستش، عوارض ترومبوامبولیک و آنافیلاکسی و چیزای دیگه جز عوارضش هستش که ممکنه ببینیم. ما سابکوتانوس هم که اشاره کردم تجویز میکنیم، عرضم به حضورتون دوز بیشتر از 150 میگیرم در 2 سایت باید تزریق بشه، حداقل 1 اینچ فاصله باید باشه، پوست که مشکلی دارد بهتره تزریق نشه تو اون پوست اون ناحیه و تزریقش چون یه مقدار غلیظ هستش 5 تا 10 ثانیه به اصطلاح به یواش تزریق بشه. و عرضم به حضور شما که همین که گفتیم باید 3 نوبت تزریق تزریقش باید حتما تحت نظر باشه، در کلینیک باشه. این نکته مهم هستش که من برای همه داروهایی که میخوام بگم گفتم قیمتش هستش که می‌بینید حالا حداقل دوزی که می‌دیدیم 150 میلی گرم بود، یک در واقع 1000 نزدیک 400 دلار هستش که
حالا دلار 4000 تومان هم در نظر بگیریم سر به فلک میذاره. حالا اگه از این کل قیمت 4000 تومان در نظر بگیریم، یه تیپ آز به اصطلاح اندوتایپ های آز در واقع اوزینوفیلیک هستن که گفتیم مشخصشون وجود اوزینوفیل تو راه‌های هوایی هستش، معمولا بیشتر 2-3% خلط، ولی خب چون این روش خلط روش هستش که همه جا در دسترس نیست، از بیومارکرهای دیگه مثل FENO یا مثلا بیشتر از 42 یا بلاد اوزینوفیل بیشتر از 400 تعداد مطلقش گفتن تقریبا یه چیز معادل همون بیشتر از 3% راه هوایی هستش و میتونیم توی اینا بسلا از داروی بیولوژیکی برای التهاب اوزینوفیلیک هستش استفاده بکنیم. یکی از این دارو میدونه اینترلوکین 5 اینترلوکین اساسی در تمایز و تکثیر اوزینوفیل ها هستش که از آنتی اینترلوکین 5 استفاده میکنیم. نپالیزوماب و رسلیزوماب مونوکلونال آنتیبادی علیه اینترلوکین 5 هستش و بنرالیزوماب علیه رسپتور اینترلوکین 5 هستش. نپالیزوماب در واقع بالای 12 سال توی حمل آسم شدید به اوزینوفیلیک FDA اپروف کردتش با کسایی که بالای 300 اوزینوفیل داشته باشن، اگرچه بعضی کلینیکال ترایال ها بالای 150 هم دیدن موثر بوده. این دوز به اصطلاح اسم هستش که به اسم نوکالا حالا مپولیزوماب توی توسط GSK تولید میشه و در دسترس هستش. اینجا میبینید در کاهش حملات موثر بوده، ولی خب مشخصه دیگه به حال صفر نمیکنه، حدود 50% حملات کم میکنه و ترایال مختلفی که انجام شده اثر مپولیزوماب در کاهش حملات نشون میده. تجویزش به اصطلاح 100 میلی گرم هستش سابکوتانئوس هر 4 هفته هستش، دوزش ثابته. هایپرسنسیویتی ریاکشن با اینا مزگزارش شده. و یه نکته دیگه در مورد هرپس زوستر هستش که تو بعضی از افراد ممکنه ببینین و توصیه میشه که بعضی حتی بهتر واکسن هرپس زوستر به خصوص افراد بالای 50 سال تزریق بکنه. حتی شرطش این هستش کورتون زیادی حین تجویز واکسن دریافت نکنه و اگر اینجور باشه خب نمیتونه واکسن رو به حال دریافت بکنه. اسمش گفتم نوکالا هستش، ارزم بودشون بالا 12 سال اپروف شده هستش، دوزش ثابت 100 میلی گرم هر 4 هفته، سردرد واکنش محل تزریق شایع ترین عوارضش هستن و هرپس زوستری که ممکنه نشون بدن عود بکنه برای اینا. در مورد یه نکته دیگه این که برای حملات آس استفاده نمیشه اگر کسی عفونت های انگلی داره، تقریبا برای اکثر این داروها همینجور هستش داشته باشه، باید یا قبل از درمان عفونتش درمان بشه یا اگر حین درمان متوجه به اصطلاح عفونت شدین باید این کارو بکنین که به اصطلاح اگر به درمان ضد انگل جواب نداد یه مدت قطع بکنین درمان ضد انگل بکنه و بعد دو مرتبه شروع بکنین. یه نکته دیگه این هست که کسایی که باید این دارو رو میگیرن این که مثلا شما وقتی شروع میکنی یهو کورتون سیستمیک یا اگر های دوز استفاده میکند استنشاقی یا نمیتونی یهو قطع بکن چون ممکنه باعث عود علائم بشه و دیگه برای ارزیابی پاسخ به درمان حداقل 3-6 ماه نیاز داریم برای ارزیابی درمان. قیمتش این دیگه بیشتر از اون یکی $3,700 هستش در آمپول 100 میلی گرم میشه، حداقل دوزش هم گفتیم ثابت 100 میلی گرم میزنیم هر 4 هفته. رسلیزوماب در واقع مونوکلونال آنتیبادی دیگه ضد اینترلوکین 5 هستش که اینم برای افراد آسم شدید استفاده میکنه اوزینوفیل. این بالای 18 سال اپروف شده هستش به صورت ارزم به حضور شما کسایی که اوزینوفیل بالای 400 داشته باشن معمولا تجویز میکنیم و کاهش علائم تا 50% میشه. این آیوی هستش برخلاف دو فراورده دیگه 3 میلی گرم پر کیلوگرم تجویز میکنیم و به حال عوارض مثل آنافیلاکسی توش گزارش شده و همچنین شایع ترین عارضش گلو درد هستش که ممکنه به وجود بیاد. آمپولش هم 100 میلی گرم تو 10 میلی لیتر هست، گفتیم به صورت آیوی تجویز میشه و هر میلی لیترش $114 یا در واقع 10 میلی لیترش $1,140 قیمتش هستش. بالای 18 سال گفتیم تجویز میشه و به اصطلاح
کسی که اوزونوفیل بالای 400 داشته باشه. بنریلوزوماب در واقع آنتی‌اینترلوکین هستش، آنتی اینترلوکین 5 علیه ریسپتور آلفا هستش که بالای 12 سال اپروف شده هستش. کسایی که آسم شدید اوزونوفیلی که با بالای 300 داشته باشن تجویز میشه. این مشخص خوبی که داره این هستش که به اصطلاح به ریسپتور اون اینترلوکین 5 سلولایی که ریسپتور اینترلوکین 5 رو دارن میچسبه و باعث میشه که علاوه بر اینکه اینترلوکین 5 به اونها متصل نمیشه، باعث تکثیر و فعال شدنشون نمیشه، همچنین باعث حذف اون سلولا میشه و در کاهش اوزونوفیل نسبت به داروهای دیگه مؤثر تر هستش. اینجا میبینید متصل شده به اون سلول مثلا اوزینوفیل و اون طرف نشرال کیلر سلا به قسمت F3ش متصل شده و باعث حذف اون اوزینوفیل ها شده میشه. ساکوتانوس تجویز میشه 30 میلی گرم هر 4 هفته برای 3 دوز اول و بعد هر 8 هفته تجویز میشه دوزش، در سرنگ های اصلا از قبل آماده شده که به دمای اتاق باید برسن و مثل اون بقیه موارد هم به حال شانس آنفلکس و عفونت انگلی باید در نظر بگیریم تو اینو. و در کاهش علائم میبینید موثر بودن اینا به اصطلاح در اگزاسرویشن های آس بنزا موثر بود، همچنین در افزایش اف ای وی وانشون هم اینا موثر بود. آقای دکتر شفیعی 5 دقیقه وقت داریم. بله بله من تمام میکنم، 5 دقیقه تمام میکنم حتما. داروی هم بنرزوماب در واقع اسم تجاریش پاسنرا هستش، به صورت پن هستش و آمپولش هم این دیگه 6000 دلار هستش پر میلی لیتر. خب داروی دیگه آنتی اینترلوکین 5 ریسپتور اینترلوکین 4 ریسپتور آلفا هستش که دوپیلوماب هستش که هیومن از در واقع فولی هیومن مونوکلونال آنتی بادی هستش علیه ریسپتور به اصطلاح آلفای اینترلوکین 4 و با چون این اینترلوکین 4 ریسپتور آلفا مشترک هستش بین هم اینترلوکین 4 و هم اینترلوکین 13، هر دو تا سیتوکین در واقع یه جورای مهار میکنه و برای آسم متوسط تا شدید انواع اوزینوفیلیک بالای 12 سال اپروف شده هستش. دوزش 400 میلی گرم دوز اولی هستش، دو تا 200 میلی گرم سابکوتانوس و بعد 200 میلی گرم هر یک هفته در میون تجویز میشه، یا دوزای متفاوت دیگه هم گفتم مثلا 600 میلی گرم دو تا 300 میلی گرم با 300 میلی گرم هر یه روز هفته در میون دنبال میشه. بسته به تعداد به اصطلاح پاسخ به درمان اینکه قبلا چه کورتون مقدار کورتون مصرف میکرد ممکن دوزش متفاوت باشه، شاید آزارش در به اصطلاح عوارض محل تزریق هستش و اینجا من اینترلوکین 4 و 13 و اثرات مختلفی که دارن و اینترلوکین 4 اینجا من اینترلوکین 4 ریسپتور آلفا هم بین ریسپتور برای اینترلوکین 13 اون به اصطلاح قرمز رنگه هم اینترلوکین 4 مشترک هستش و برای همین دوپلوماب هم روی به اصطلاح اثرات جلوی اثرات اینترلوکین 4 میگیره هم اینترلوکین 13. قیمتش خب آمپول 300 میلی گرم در 2 میلی لیترش هر میلی لیترش 960 دلار هستش و در واقع ترمن آقال هر سی سیش نزدیک 1000 دلار میشه. به صورت خلاصه این چیزایی که گفتم خدمتون، مپولزماب که گفتیم بالایی علت اینجا 6 سال نوشته شده، دوزش هر 4 هفته هستش، بنریلوزوماب به اصطلاح علیه ریسپتور آلفای اینترلوکین 5 هستش و هر 4 هفته و چیزای دیگه که حالا اینو من بخوام ازش میگذرم اسلایدر انشالله به اشتراک براتون میذارم. یه نکته دیگه در مورد پرسونال مدیسین، ترموپلاستی هستش، برونکیال ترموپلاستی هستش که به اصطلاح یه از طریق برونکوسکوپی به اصطلاح یه چیز شبیه برونکوسکوپ داخل برونش میکنن و با افزایش حرارت که میدن با افزایش ویو های رادیو فرکانسی باعث مقدار با
باز شدن برونشا میشن، معمولا تو کسایی که اسم مسئله زیادی دارن استفاده میشه. این تو اون تایپ پاس سلولار یا نوتروفیلیک بیشتر استفاده میشه. ولی خب باید توی انتخاب افراد به خاطر اینکه باید بیهوششون کنن برونکوسکوپی بشن و این چیزا یه مقدار باید دقت بشه و تو هر کسی توصیه نمیشود. برای موارد بالای 18 سال آسم شدید توصیه شده و تو مطالعاتی هم که انجام دادن مثلا توی اروپا کسایی که اف ایوانشون کمتر از 50% بوده از مطالعه خارج کردن، یعنی در هنوز اینکه که کسایی باید انتخاب بکنیم روش شک هستش. اینجا بخاطر خلاصه می‌بینید تایپ 2 های و تایپ 2 لو و درمانایی که استفاده میشه اشاره شده خدمتتون. توی تایپ 2 لو یک درمان دیگه استفاده میشه ماکرولیدا هستش که به مدت 4 تا 6 هفته خصوص کسایی که حملات آسپدونبال یا عفونت تنفسی داشتن و ادامه داشتن علائمشون توی آپ تو دیت اشاره کرده بود که بعضی وقت استفاده میشه. و این خلاصه این درمانه بیولوژیک که خدمت نگفتیم در مورد سیتوکین ها اشاره کرده. من درمانه دیگه چون به اصطلاح FDA اپروف نشدن دیگه من صحبت راجبش نمی کنم و این فقط درمانه آخر هم استپ بندی آس هستش که میبینیم توی استپ 5 و 6 این مونوکلونال آنتی‌بادی ها اشاره شده که میتونیم استفاده بکنیم. من فکر کنم اسلاید آخرم بود. خیلی ممنونم از آیت و شفیق، بسپذارم، خیلی محبت کردین. من قبل از اینکه در واقع برنامه رو ادامه بدم میخوام خواهش کنم از اساتید و همکاران گرامی اگر سوالی هست در قسمت چت سوالا رو تایپ بفرمایید و سوالایی هم که تایپ شده رو در آخر جواب خواهیم داد. قبل از اینکه آقای دکتر قلی‌باقی رو دعوت کنم، اسپانسر برنامه‌مون شرکت عبیدی هستن که میخوام که دعوت کنم از خانم دکتر فرجی که سخنرانی خودشون رو ارائه بدن. فقط قبلش یک کلیپی هست که من مال شرکت هست پخش. درمان آلرژی، کنترل تمام علائم ناشی از آلرژی های فصلی و دائمی، کنترل علائم ناشی از آلرژی های پوستی و کهیر، شروع اثر کمتر از 1 ساعت، طول اثر 24 ساعت بدون ایجاد خواب‌آلودگی. اندازه بزن ما پخش کنم. دکتر عبیدی برای کنترل بفهمه شما پخش کنید. قرص نئوتادین، دستاورد اخیر عبیدی برای درمان آلرژی، کنترل تمام علائم ناشی از آلرژی های فصلی و دائمی، کنترل علائم ناشی از آلرژی های پوستی و کهیر، شروع اثر کمتر از 1 ساعت، طول اثر 24 ساعت بدون ایجاد خواب‌آلودگی. راهکار عبیدی برای کنترل آسم و رینیت آلرژیک، مونتلوکاست عبیدی به نام ایروکاست 10، پیشگیری و کنترل حملات آسم، کاهش مصرف روزانه اسپری های استنشاقی، پیشگیری از حملات آسم ناشی از ورزش، کنترل علائم رینیت و آلرژی فصلی، بی خطر در بارداری و شیردهی، مصرف خوراکی 1 بار در روز. خانم دکتر فرجی در خدمت شما هستیم. 10 دقیقه. متشکرم.
متشکرم خانم دکتر. سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میگم خدمت همه اساتید و همکاران عزیز. فرجی هستم، پزشک عمومی، به نمایندگی در واقع از طرف تیم مدیکال عبیدی در خدمتتون هستم. چند دقیقه را اجازه میخوام که من اسکرینم رو هر وقت که در واقع اجازه بدیم من شیر بکنم اسلاید ها رو. خب امیدوارم که شیر شده باشه. بله شده خانم دکتر، روی ویوی. بله در مورد داروی نئوتادین یه توضیحات خیلی کوتاه و سریع و خدمتتون میخواستم ارائه بدم. همون جوری که حالا توی موشن، البته من نداشتم ویدیو رو، حالا فقط وایسش رو داشتم. نئوتادین در واقع همون مولکول دسلوراتادین هستش که FDA اپرووالش رو در دنیا سال 2001 گرفته. ما 2 ساله در ایران اویلیبل داریم توسط داروسازی عبیدی. متابولیت فعال و پوتنت در واقع لوراتادین هستش و به عنوان نسل 2 جدید طبقه بندی میشه. از سال در واقع 2001 در دنیا بوده و به عنوان یکی از بهترین آنتی استامین ها استفاده می شده. لانگ اکتینگ هستش، یعنی دیوریشنی که در واقع میتونه پوشش بده علائم آلرژی رو تقریبا 24 ساعت یا حتی بیشتر هستش. خصوصیت اصلیش اینه که از بلاد برین بریر عبور نمی کنه، در واقع به طور سلکتیو H1 رسپتورها رو مهار میکنه. شروع اثرش 1 ساعت هست و 24 ساعت طول اثر بالینیشه. یه نیمه عمر 27 ساعته داره که بیشترین نیمه عمر در بین همه آنتی استامین هاست و شاید توجیه در واقع مصرف یک بار در روزش و طول اثر طولانیش باشه. از لحاظ دوزاژ به این صورت هستش که یک قرص 5 میلی گرم یک بار در روز کفایت میکنه برای بزرگسالان. برای در واقع جمعیت بچه‌ها احتیاجی به محاسبه PKG نیست، داروی بسیار سیفی هستش. فقط بین سنین در واقع 6 ماه تا در واقع 12 سال میشه بین 2 سی‌سی تا 5 سی‌سی روزانه استفاده کرد. تداخل جذب با هیچ نوع ماده غذایی نوشیدنی و دارویی نداره. این مزیت محسوب میشه نسبت حالا مولکول هایی مثل در واقع فکسوفنادین که با خیلی از آب میوه ها و در واقع آب میوه های اسیدی مثل گرپ فروت تداخل جذب دارن. دسلوراتادین نئوتادین در واقع این ویژگی را نداره و میشه به راحتی استفاده بشه توسط در واقع بیماران. به عنوان آرزه های جانبی، اون چیزی که معمولا کانسرن هست توسط پزشک ها مطرح میشه در واقع ایجاد آرزه خواب آلودگی هستش. در نئوتادین این آرزه حداقل هست، به طوری که در مطالعات، در بعضی از مطالعات مشابه در واقع پلاسبو دارونما گزارش شده. مطالعه‌ای که در FDA لیبل بهش استناد کرده فقط 0.3% همونجوری که میبینید بیشتر ایجاد خواب آلودگی کرده نسبت به پلاسبو. در جمعیت هایی که حالا مشکلات ویژه دارن مثل نارسایی های کبدی و کلیوی، ادجاستمنت دوز پیشنهاد میشه صورت بگیره. اگر این نارسایی ها در حد خفیف تا متوسط باشه، بهتر که 1 روز در میون 5 میلی گرم در واقع استفاده کنن. در جمعیت سالمند با BMI خیلی پایین یا بالا احتیاجی به ادجاستمنت دوز وجود نداره. در دوران حاملگی کاتگوری C هستش، بهتر از آلترناتیو ها استفاده بشه و در شیر مادر ترشح میشه. البته در از 6 ماهگی اجازه استفاده در جمعیت پدیاتریک رو داره، بنابراین برای شیرخوار بالای 6 ماه کانسرنی وجود نداره. همونجوری که گفتم با جذبش با داروهای دیگه تداخلی نداره. اگر که جایی من در منابع اساتید دیدن که با ماکرولیت ها نوشته تداخلاتی وجود داره، به این صورت هستش که ماکرولیت ها اگر همزمان مصرف بشن با نئوتادین، جذب نئوتادین رو تا 30% ممکنه بتونن افزایش بدن که با توجه به اینکه داروی بسیار سیفی هستش و حتی آپدوز کردنش هم برای بعضی از اندیکاسیون ها به هر حال در نظر گرفته میشه، نگرانی بالینی ایجاد نمیکنه. اندیکاسیون هایی که FDA اپروف در واقع هستش براش هم رینیت آلرژیک در واقع اینترمیتنت، هم پرسیستنت و هم تحیر ایدیوپاتیک کهیر مزمن ایدیوپاتیک هست که در این اندیکاسیون ها در واقع از 6 ماه میشه استفاده بشه، اپرووال داره. در ادامه و تایید توضیحات خانم دکتر که در مورد کهیر مزمن در واقع اشاره کردن، این اسلاید یک مطالعه رو نشون میده که ایمپکت در واقع کهیر مزمن رو روی بیماران بررسی کرده و مشابه در واقع ایمپکتی که کرونری آرتری دیزیز و بیماری های مزمن قلبی عروقی میتونه روی زندگی افراد داشته باشه در نظر گرفته و به این حد گفته که
کهیر ایدیوپاتیک مزمن میتونه در واقع کوالیتی آف لایف بیماران رو تحت تاثیر قرار بده و بنابراین درمانش اهمیت پیدا میکنه. همونجور که اشاره شد در اسلاید شو گذاشته بودم، الان از حالت اسلاید شو خانم دکتر خارج شدم. اگر اینجوری بهتره همینجوری ادامه بدم. بله مرسی. در گایدلاین های حالا منابع آمریکایی و اروپایی، گایدلاین AAAAI در واقع و گایدلاین ایاکی، هر دو اشاره شده به استفاده از نسل دویی که ایجاد سدیشن نکنه برای درمان کهیر و در واقع به عنوان سکند لاین آپ دوز کردنش یا اد کردن یک در واقع آنتی استامین دیگه از همین دسته معمولا مورد استفاده قرار میگیره. این هم الگوریتمی هستش که در ایاکی در واقع بهش اشاره شده. این نمودار از یک منبعی در واقع مطالعه خارج شده که نشون داده که بعد از 24 ساعت استفاده ادمینستریشن در واقع دسلوراتادین و فکسوفنادین مقایسه کرده میزان رسپتور آکوپنسی رو در واقع اشغال رسپتورهای اچوان رو در شخصی که استفاده کرده از دارو ادمینستریشنش به این صورت بوده که بعد از 24 ساعت 43% از اچوان رسپتورها توسط دسلوراتادین همواره اشغال بودن، در حالی که در مورد فکسوفنادین 12% بوده و همینطور در مورد ساپرس خود بالینی کهیر هم به همین صورت هستش. این مطالعه در واقع نشون میده که به جای اینکه آن دیمند برای درمان کهیر استفاده بشه از آنتی استامین ها، بهتره که کانتینیوس دیلی تراپی بشه. کهیرهای مزمن خیلی بهتر میتونه، در واقع اشاره کرده به نقش کانتینیوس تراپی در مقایسه با PRN. در این مطالعه هم در اشاره کرده به آنتی استامین ها در مواردی که تو کهیرهای مزمن، همونجوری که اشاره کردن خانم دکتر، معمولا شاید نتونن با دوز در واقع اپرووشن دوز لایسنسشون بتونن کهیر رو ساپرس بکنن، در مواردی که افزایش دوز صورت گرفته بین مولکول های دسلوراتادین، لووسیتریزین و فکسوفنادین، دسلوراتادین و لووسیتریزین اثر بخش بوده افزایش دوزشون، در حالی که فکسوفنادین با همون دوز لایسنس اگر اثر بخش نباشه، تو این مطالعه اشاره شده که افزایش دوز هم بعید در نظر میرسه که بتونه در واقع ساپرس بکنه کهیر رو. در مورد تو این مطالعه باز نقش درمان پریونتیو رو در کهیرهای مزمن اشاره کرده که بهتره که به صورت پریونتیو تریتمنت از آنتی استامین ها استفاده بشه. برای در واقع درمان رینیت های آلرژی هم یه سری مطالعات خیلی سریع ازش میگذرم. این مطالعات هم بر اساس کرایتریا هایی که آریا مطرح کرده اشاره کرده. بله چشم، مرسی خانم دکتر. من فقط یه اشاره کوچیک بکنم به نقش در واقع اچوان رسپتور ها که اگر آنتی استامین هایی مثل آنتی استامین نسل یک یا سیتریزین در واقع اگر که استفاده بشن و از بلاد برین بریر عبور بکنن، میتونن که در واقع اچوان رسپتورهای داخل CNS رو تحریک بکنن و علاوه بر ایجاد خواب آلودگی میتونن روی کاگنیشن، اتنشن، مموری و حتی پترن خواب رم اثر ببخشن و در واقع این پترن رو به هم بریزن و کاست بنفیتش معمولا نشون داده که بهتره که از این آنتی استامین ها استفاده نشه. ممنونم، مرسی. خیلی متشکرم، ممنونم خانم دکتر. اگر که تا آخر برنامه حضور دارین که یک سوالی از شما شده، من آخر برنامه در قسمت پرسش و پاسخ میپرسم. جناب آقای قلی‌باقی، من عذرخواهی میکنم از اینکه یه کمی تأخیر شد در شروع صحبت های شما، در خدمت شما هستیم در رابطه با درمان های بیولوژیک در رینیت و سینوزیت آلرژیک. خیلی متشکرم. تا آقای دکتر قلی‌باقی آپلود بشن، اگر سوالی هست لطفا تو قسمت چت بنویسید. ممنونم. آقای دکتر قلی‌باقی در خدمت هستیم، صداتون هم هست، تصویرتون هم هست. عالی، صدای من رو دارید؟ بله عالی، مرسی. من با اجازه الان شیر دیده میشه؟ بله الان یه چند، بله اومد، خیلی هم عالی، بفرمایید. بسیار عالی. من خدمت همه عزیزان سلام عرض می کنم. خیلی ممنون هستم که این جلسه بسیار با ارزش تشکیل شده. از صحبت ها خیلی استفاده کردم.
و خیلی خوشحال هستم که سخنران 125مین کنفرانس دو ماهانه انجمن هستم و این نشون میده که انجمن آسم و آلرژی خیلی علمی در 20 سال گذشته کار کرده. ما از همه عزیزان و بزرگان سپاسگزاریم و میدونم که برای این کنفرانس ها در دهه گذشته جناب آقای دکتر بمانیان خیلی زحمت کشیدن. همینجا من ازشون تشکر میکنم. موضوع صحبت من داروهای بیولوژیک در رینوسینوزیت مزمن و به ویژه پولیپ هست. اولین ریفرنسی که براتون صحبت میکنم از ایپوس 2020 هست. این ریفرنس اصلی رینوسینوزیت با و بدون پولیپ هست. همونجوری که مستحضر هستید، رینوسینوزیت مزمن یا پرایمری هست یا سکندری. پرایمریش میتونه از لحاظ آناتومیک یا لوکالیزه باشه یا دیفیوز باشه. لوکالیزه ها عموماً یونیلترال هستند، دیفیوز ها بایلترال هستند. همونجوری که صحبت شد، آن دو تیپ روی تصمیم گیری برای پرسونالایزد مدیسین بسیار مهمه. هر دوی اینها میتونن یا تایپ دو باشن یا تایپ نان تایپ دو باشن. اون مواردی که یونیلترال هستند، تایپ دوش میتونه یه درجات خفیفی از الرژیک فانگال راینوساینوزایتیس باشه. نان تایپ دوش آیزولیتد ساینوزایتیس هستند که عموما ما تو کلینیک با اینا خیلی مشکل نداریم. موارد عذرخواهی میکنم. بله. اگه اسلایداتون رو عوض میکنین ما فقط صفحه اول رو میبینیم. خب من چه کار کنم که این بقیهش هم ببینید؟ نمیدونم دارین تغییرش میدین چون یه حالت پی دی افی الان نشون میده. من نمیدونم شما هم اونو گذاشته بودین؟ الان میبینید ببخشید. نه من فقط صفحه اول رو میبینم. ببخشید آقای دکتر قلباقی از حالت فول اسکرین فکر کنم در بیاین نشون داده میشه. تو منم همین مشکل ها ایجاد شد. فول اسکرین کرده بودن خانم دکتر گفتن رد نمیشه اسلاید ها. اسلاید های من رد میشد. من الان ببخشید نمیدونم. من اجازه بدید برم اصلا اسلاید چیز رو باز کنم. عذر میخوام. بله پاورپوینت رو باز کنم. پاورپوینت رو فکر کنم پی دی اف رو این نشون نمیده. شاید نمیدونم خانم دکتر فرج اسلایدای منو نشون میداد؟ بله خانم دکتر مال شما رو نشون میداد ولی من به محض اینکه از حالت فول اسکرین خارج شدم شما فرمودین که درست شد و از اسلایدا رد شدش. خب آقای دکتر قلباقی من خودم من پاورپوینت رو گذاشته بودم و رفته بودم شیر کرده بودم با پاورپوینتم. الان میبینیم حالا چیز بکنین در واقع الان چطور الان اسلاید دوم رو بزنین. الان اسلاید شو داریم نمیبینیم. الان اسلاید دو رو میبینیم. نه نه یعنی الان حالت اسلاید شو شما رو نمیبینیم. الان اصلا اسلاید منو نمیبینی؟ اسلایداتونو میبینیم ولی تو حالت معمولی حالتی که هنوز اسلاید شو نکرده باشین میبینیم. اسلاید شو نباشه که بتونیم نشون بدیم دیگه. الان خوب هست؟ باشه اشکال نداره بفهم. الان صفحه ایپوس 2020 رو میبینی؟ نه الان صفحه نه بیاین روی اون یکی صفحه یعنی جا به جا کنین. الان شما صفحه یکتون روشنه. سمت را بیاین رو صفحه دوتون. من الان رو صفحه دو هستم. دیده نمیشه؟ نه شما احتمالاً پاورپوینتتون 2013 من هم پاورپوینت هستم. PDF. الان من یه بار دیگه شیر میکنم. باشه یه بار دیگه شیر کنین. الان دیده میشه؟ بله الان دیده میشه. بله الان ایپوس 2020 دیده. الان چطور؟ الان چطور اسلاید بعدی دیده میشه؟ تغییری نکرد. من فکر کنم مجبورم دونه دونه اسلاید ها رو شیر کنم. خب این کار رو انجام میدم ببخشید. باشه مرسی. من از همه عزیزان عذر میخوام
که این اتفاق افتاده. الان دیده میشه اسلاید من؟ بله آقای دکتر، بله بله الان دیده میشه. بله من تک تک مجبورم دونه دونه اینا رو شیر کنم. ببینید من عذر میخوام از همه عزیزان شنونده. همونجوری که عرض کردیم CRS به خصوص میتونه پرایمری باشه، این پرایمریمون یا آناتومیکش یه طرف هست یا دیفیوز و بایلترال هست. هر دوی اینا میتونن تایپ دو باشن یا نان تایپ دو باشن. مواردی که ما مشکل داریم به خصوص با دیفیوز بایلترال هست، اون چیزی که ما به اسم CRS وید نیزال پولیپوسیس یا ایازینوفیلی کرونیک راینوساینوزایتیس که از امروز صبح خیلی ایازینوفیلیکش مطرح شد، الرژیک فانگال راینوساینوزایتیس و یک ترم جدیدی که CCAD هست، سنترال کامپارتمنت الرژیک دیزیز، که ما اینجا علائم سینوزیت و پولیپ و رینیت رو خیلی شدید داریم، ولی مثل پانپولیپوسیس همه سینوس های ما درگیر نیستند. ببخشید من میرم اسلاید بعدی، دوباره اینجا رو شیر میکنم. الان اسلاید دیده میشه خانم دکتر؟ بله آقای دکتر، بله بله. بله پس من با همین ترتیب میرم. یک نوع دیگه ما دیگه CRS سکندری هست که همون جوری که میبینید بازی میتونه یونیلترال باشه یا بایلترال باشه. یونیلترال عموما یک پاتولوژی ناحیه‌ای داریم، میتونه اودونتوژنیک باشه، میتونه یک فونگال بال باشه، تومور باشه، که عموما اینا کارای آلرژیستا نیست و موضوع سیستمیک نیست. دیفیوز ما میتونه مثلا مکانیکال باشه مثل پرایمری سیلیاری دیسکینسیس، سیستیک فایبروسیس، یا یک فرایند التهابی گسترده مثل وگنر چرجستراس میتونیم داشته باشیم، یا اختلال ایمنی داشته باشیم که ما به خصوص در سیلکتیو ایمیونودیفیشنسی ها میتونیم دیفیوز بایلترال سکندری CRS داشته باشیم. در این موارد هم ایوزینوفیل خیلی نقش بارزی نداره و عموما داروهای بیولوژی کاربردی ندارند. پس صحبتی که ما میخواییم بکنیم بیشتر روی انواع ایوزینوفیلیک هست. من سلاید بعدی رو دارید. اون صحبتهایی که کردیم همونجوری که میدونید CRS یک فنوتیپ اصلیش اسپیرد بدون نیزال پولیپ هست. اینجا رو توجه کنید، در اینجا ما یک پاتولوژی و پاتوژنز خیلی جمع و جور داریم. اپیتلیوم ما تقریبا اینتکت هست ولی یک آسیبایی هم توش دیده میشه. نکته مهم اینه که این بیماران به صورت ژنتیکی سیستم ایمنیشون تقریبا داره خوب کار میکنه. تقریبا داره خوب کار میکنه یعنی چی؟ یعنی عموماً تی هلپر یک دامیننت هست. وقتی تی هلپر یک دامیننت هست ما نوتروفیل داریم. نوتروفیل خصوصیتش این هست که در بافت فایبروز ایجاد میکنه. وقتی فایبروز ایجاد میکنه پروگنوز کلینیکال خیلی خوب میشه. لطفاً اینجا به تیرک توجه کنید. در این بیماران تیرگ عمل کردش درسته و سیستم ایمنی رو تقریبا میتونه خوب کنترل کنه و ما با طوفان علائم مواجه نیستیم. حالا میریم برای اسلاید بعدی. در اسلاید بعدی داریم پاتوژنز کرونیک راینوساینوزایتیس وید نیزال پولیپوسیس رو میبینیم. لطفاً اینجا رو توجه کنید، اپیتلیوم خیلی خوب کار نمی کن. آقای تو قلباقی. بله. خیلی می کنم. اینجا می نویسه. بله. اسکرین شیرین کردیم. ولی نمی دونم چرا اسکرین شما رو نشون نمی ده. اسکرینتون روی اسکرینتون خودتون اسلایدتون رو می بینی؟ من؟ وقتی که شیرین. الان دیده میشه؟ هنوز نه. الان دیده میشه. نه نه هنوز نه، فقط نوشته started screen sharing. شما screen sharing
آی تو برگردین روی همون اسلاید ها رو که نشون میدادین اونطوری هم ببخشید استاد بگید یه بار کلن از برنامه خارج بشن دوباره وارد بشن گاهی تو اینترنت ایران این اتفاق میفته یه بار خارج بشین وارد بشین یا اینکه اسلایداتون هم برای من فوروارد کنین شاید من بتونم براتون نشون بدم من برای شما فوروارد کنم اسلایداتون رو برای من اگه میتونید تو واتساپ بفرستین من براتون رو شیر کنم و یا اینکه خودتون هم یه بار خارج بشین وارد بشین شاید درست بشه این فاصله من الان همین کار رو من از همه همکاران عذر میخوام ببخشید این اتفاق افتاد ببخشید من این مواردی که سوال مطرح شده رو تا آقای دکتر قلباقی دوباره به ما بپیوندن مطرح میکنم یه سوال شده خانم دکتر شرفیان پرسیدن که آیا اگر سطح آی جی ای بالا نباشه میتونیم اومالیزوماب تجویز کنیم ببینید در رابطه با در واقع اومالیزوماب توی اسلایدهای اول خانم دکتر شما فرمودید که دیر تشریف آوردید من عرض کردم قبلا من یادمه که سال پیش من باز راجع به اومالیزوماب در کهیر صحبت کردم و اون موقع اینو گفتم که اصلا ربطی نداره به سطح آی جی ای مقالات جدیدی که این دفعه من خوندم 20 تغییر کرده بود توی مقالات هم نوشته بودن که قبلا تصور میشد که آی جی ای نقشی در کهیر نداره. اما الان گفته میشه که آی جی این نقش پیدا کرده و به نظر میرسه که این نقش رو هم برعکس متوجه شدن با توجه به اومالیزوماب متوجه شدن که احتمالا آی جی این نقش داره و بعد دیدن که اونایی که آی جی ایشون خیلی پایین باشه در واقع جز نان ریسپاندر یا پول ریسپاندر هستن بنابراین اگه آی جی بالا نباشه میتونیم تجربه کنیم ولی اگر آی جی ایمون خیلی خیلی پایین باشه یعنی مثلا زیر 43 باشه گفته بودن که احتمالاً اینا جزو نان ریسپاندر ها محسوب میشن ولی به معنای این نیست که ما نتونیم برای مریض مطبعی کنیم ولی این احتمال رو باید در نظر بگیریم مریضا که آی جی پایین هست احتمال این که پایین هست من به شما رسید بله من الان میگیرمش بله و تا این دانلود بشه پی دی اف و در واقع اسلایدهای آقای دکتر من فکر کنم گرفتمش من آقای دکتر الان بازش میکنم و شیر میکنم ببخشید خب الان میبینین اسلایداتون ها؟ من هنوز نمید. بله دیدم الان. خب من الان روی اسلاید هر اسلاید بعدی لو اسلاید بعدی. خیلی من با اجازه میگم نه قبلی. بله بفهم. من از همه دوستان عزیز عذرخواهی میکنم. اینجا رو لطفاً توجه کنید. اینجا پاتوژنز ما CRS با پولیپ رو داریم نکته مهم اینه که اینجا سه تا عامل بسیار مهم هستن یک در اپیتلیوم ما شکنندگی اپیتلیوم و نقص اپیتلیوم داریم دو درون مخاط اتفاقایی که داره میفته ما یک انبوهی از عوامل مهاجم داریم به خصوص میکروب ها و سردسته اونها استاف اورئوس که داره بیوفیلم تشکیل میده و در زیر اپیتلیوم در بافت زیر مخاطی ما یک سیستم ایمنی داریم که به صورت ژنتیکی هم خودش مشکل داره یعنی چی؟ یعنی این سیستم ایمنی ما به ویژه تیرگاش خوب کار نمی کنه وقتی تیرگاه خوب کار نمی کنند
تنظیمات تی هلپر 1، تی هلپر 2، بقیه سلول‌ها به هم می‌ریزه. و اینجا در اثر بویژه استاف اوروس انتروتاکسین ما فعال شدن قابل توجه تی هلپرای 2 و به دنبال اون اوزینوفیل ها و بی سل ها رو داریم. نکته ای که ما به عنوان آلرژیست لازمه بسیار بهش توجه کنیم این لوکال آی جی ای پروداکشنه. ما همه یاد گرفتیم که ما یک آنتیژن داریم نسبت به اون اسپسیفیک یا مونوکلونال آنتیبادی آی جی ای داریم. اینجا یک تمایز بسیار بزرگ هست. این آی جی ای که اینجا میبینیم در اثر سوپر آنتیژن استافه. خصوصیت این آنتیژن ها پولیکلونال بودنه، یعنی ما اسپسیفیک آی جی ای نداریم. این یک آی جی ای که در اثر برانگیختگی بی سل ها و پلاسما سل ها داره ایجاد میشه و نزدیک 25 تا 50 درصد کل بی سل های ما ناگهان دارن فعال میشن و به همین دلیل ما انفجارهای پیاپی مست سل داریم و بیمارانی داریم که به راحتی کنترل نمیشن، یعنی بیمارانی داریم که همیشه باشون مشکل داریم. لطفاً اسلاید بعدی زحمت بکشید. این دوتا فنوتیپ که خدمتتون عرض کردم دستبندی خیلی تو دنیا تلاش میشد. خوشبختانه سال 2014 این دستبندی رو قنت بلژیک انجام داد. بلژیک تقریبا کوردینیتور کل داستان سیارس و پولیپ تو دنیا هست. سمت چپ میبینید ما سیارسی داریم که پولیپ نداره. خصوصیتش چیه؟ وقتی به سیتی نگاه میکنیم بافت یه جوریه که مثل اینکه خمیر رو چسبوندن داخل سینوس ها، یعنی ما فیبروز داریم. این مریضا تی هلپر یکشون دامیننته و تی جی اف بتاشون افزایش یافته است که ما فیبروز رو میبینیم. سمت راست رو ببینید سی آر اس دبلیو ام پی، نگاه کنید به سی تی اسکن، ببینید مثل اینکه یه ژلی رو ریختن در درون سینوس ها. خصوصیت بافت‌شناسی اینها ادمه و نکته‌ای که توی پاتوژنز عرض کردم اینها تیرگاشون درست کار نمی‌کنه. وقتی تیرگ درست کار نمی‌کنه میتونه آن دو تیپ‌های مختلف داشته باشه، به خصوص اوزینوفیل‌ها خیلی زیاد میشن. از یه آن دو تیپ از اینا اینترلوکین 5 افزایش یافته است و اینها به خصوص دست چپ رو نگاه کنید، ما یک آندوتیپ خیلی مهم داریم که استاف انتروتاکسین آی جی ای اندوتایپ هست و اینها توتال آی جی ایشون به شدت افزایش یافته به خاطر بایوفیلم استاف و نقش سوپر آنتیژنش. سیویر اوزینوفیلی داریم که این هم به علت وجود به ویژه استاف هست، هم نقص اپیتلیوم و نقص سیستم ایمنی که ژنتیکی هست. هر چقدر که توی این آن دو تیپ ها اینترلوکین 5 تو بافت بیشتر باشه، توتال آی جی ای و اوزینوفیلی خون بیشتر باشه، ما فنوتیپ شدیدتری میبینیم و هر چقدر اینا کمتر باشه ما فنوتیپ خفیفتر میبینیم. اونایی که سمت چپ شدیدتر هستند عموماً کوموربید آسم شدید دارند و نیازمند جراحی فراوان و مجدد هستند. اینا همون مریضای قانون 10% که 10% بیماران ما دچار علائم بسیار شدید هستند. لطفاً اسلاید بعدی زحمت بکشید. همون جوری که ما تا به حال برای آسم کنترولد، پارشیال کنترولد، آن کنترولد داشتیم، خوشبختانه از سال 2020 این دستبندی وارد کرونیک راینوساینوزایتیس هم شده. یعنی ما نگاه کنیم ببینیم آیا گرفتگی بینی هست، وضعیت رینوره و پی ان دی چطوره، درد صورت و احساس فشار صورت چطوره، بویایی مریض چطوره، آیا خوابش و کوالیتی آف لایفش به هم خورده یا نه. اگر امکانش هست اندوسکوپی مریض رو ببینیم و در نهایت ببینیم که نیاز به ریسکیو تریتمنت، یعنی اینکه ما کورتون سیستمیک به مریض نیاز بوده بدیم یا ندیم و بر اساس اون
ما میتونیم به دسته‌بندی کنیم که آیا همه چیز خوبه، کنترل ده، یه دونه از اینا حداقل خراب، پارشیال کنترل ده، سه مورد یا بیشتر مشکله که آن کنترل هست. لطفاً اسلاید بعدی زن. ماشین رو نگاش کنم. لطفاً بلندگو رو خاموش کنید دوستان. خانم دکتر تبرکر. بله بله آقای. من میخوام پایین صفحه رو ببینم، ولی پایین صفحه رو نمیتونم ببینم. این دکمه لیب رو بزنم در صفحه قبل. الان نواری اینجا هست. اون ماشین زدم اینجا با بچه‌ها بریم عینک. ببخشید لطفاً خاموش کنید. خب حالا اون CRS که ما گفتیم که سیستمیک هست، پرایمری هست، لطفاً توجه کنید شیوع CRS حدود 10-15% جامعه است. ما ایران رو در نظر بگیریم 80 میلیون نفر، یعنی ایران حدود 8-12 میلیون نفر ما CRS میتونیم داشته باشیم. اگر قرار باشه تمام مریض های CRS خدمات بالینیشون توسط پزشک و به ویژه فوق تخصص باشه، ما دیگه لازمه همه پزشکای کشورمون CRS ببینن. ولی واقعیت اینه که خیلی از اینا سلف کیر نیاز هست. طبق آماری که واو حدود 15 سال پیش داده بود، سطح اول بالا رو نگاه کنین، در این مریض ها وقتی CRS داریم حدود 40-50% بیماران با سلف کیر مشکلشون حل میشه. یعنی اینا بهداشت عمومیشون رو بدونن، اسپری بینی OTC مصرف کنن، بینیشون رو درست بشورن، آنتیبیوتیک الکی استفاده نکنن و از اگزاسبیتینگ فاکتورها استفاده نکنن. یه عده ای از این مریض ها در مرحله سلف کیر خوب نمیشن، میرسن به پرایمری کیر. در پرایمری کیر که به خصوص همکارای پزشک عمومی و متخصص ما درگیر هستند، همون داستان هست، با این تفاوت که ما میتونیم آموزش بهتر بدیم و عوامل تحریک کننده و کوموربید رو بهتر آموزش بدیم، کنترل کنیم. لطفاً اسلاید بعدی رو ببینیم. وقتی که ما از پرایمری کیر هم گذشتیم، میرسیم به سطح سکندری یا ترشیری کیر. اینجا باید نگاه کنیم که این CRS ما آیا دیفیوزه یا لوکالایزده. اگه لوکالایزده، واقعیت این که خیلی به عنوان آلرژیست یا اینترنیست ما اینجا کاری نداریم. خیلی از اینا همونجوری که خدمتتون عرض کردم مواردی هستند که توسط همکارای گوش و حلق و بینی باید تصمیم گیری بشه، اگر لازمه جراحی بشه. موارد دیفیوز به خصوص کار ما هست که در صفحه بعد میبینیم. اسلاید بعدی لطفا. من میخوام خواهش کنم اینو یه ذره بزرگتر کنید که هم برای یه ذره دیگه هم بزرگتر کنید. بعد ببینید ما رسیدیم به یک دیفیوز بایلترال پرایمری CRS. ما به عنوان پزشکان سطح دوم و سوم، ما هم اینجا دوباره از همون سلف کیر شروع میکنیم. یعنی باید بگیم مریض بینی رو خوب بشوره، تکنیکش درست باشه، ولی ما دو سه تا کار دیگه میکنیم. اون اسپری های بینی رو ما میتونیم گاهی از قطره کورتون استفاده کنیم، یا میتونیم از محلول‌های کورتونی مثل محلول بودزوناید استفاده کنیم و گاهی اوقات میتونیم اورال کورتیکوستروئید بدیم. لطفاً اسلاید پایین‌تر میارید. یه مقدار دیگه پایین‌تر لطفاً. چند هفته گذشت. جالب اینه که تعداد قابل توجهی، لطفاً بیستید، مرسی، تعداد قابل توجهی از مریضا ظرف 6-12 هفته تو اون مرحله خوب میشن. اگه خوب شدن ما کار بیشتری نداریم. اگه خوب نشدن ما باید بریم additional work up کنیم. additional work up ما میتونه CT scan باشه،
میتونه اسپینپریک تست باشه، بقیه یه لبراتوری باشه. ولی همونجوری که مستحضر هستید، کلید کار شرح حاله. لطفاً سمت چپ رو ببینید. مریضایی که نان تایپ 2 هستند شکایت نه تکون ندید لطفاً. تکون برگردید قبل. همینجا باشه. همینجا. مریضایی که نان تایپ 2 هستند علامت اصلیشون ترشح و درد صورت هست. کمتر آسم دارند. علائم ایتوپی ندارند و ما وقتی نیزال اندوسکوپی انجام میدیم چرک میبینیم. لبراتوریشون برای ما خیلی مهمه. اینها نورمال آی جی ای دارند و عموماً اوزینوفیلی افزایش یافته ندارند. اینا همونایی هستند که گفتیم سی آر اس اسپرد ام پی هستند. ردیف دوم تایپ 2 سی آر اس دبلیو ام پی. شرح حال رو دقت کنید. علامت اصلی اینه که بویایی ضعیف شده، گرفتگی و احتقان بینی زیاده، مریضا آسم دارن. تعداد قابل توجهی از اینا در اثر مصرف انسیت ها اگزاسربیشن پیدا میکنن. علائم ایتوپی دارن. وقتی اندوسکوپی میکنیم چرک نیست، یک موسین اوزینوفیلیک و پولیپه. توی لبراتوری چی میبینیم؟ آی جی ای افزایش یافته و اوزینوفیل. یه ذره پایین تر خانم دکتر زحمت بکشید، ما یه ذره دیگه خوبه. ببین نه رفتید اسلاید بعدی، اسلاید قبلی لطفا. من عذر میخوام زحمت. بله اینجا رو نگاه کنید. اونایی که تایپ 2 نیستند یک اپروپریت مدیکال تراپی یعنی شستشوی بینی میخوان، لازم شد اسپری بینی میخوان، بهداشت رو رعایت میکنیم. خوبه و فالو آپ میکنیم. اگر لازم شد مریض فانکشنال اندوسکوپیک ساینوس سرجری میشه و میشه در اینها از آنتیبیوتیک های لانگ ترم گاهی استفاده کرد. اونایی که تایپ 2 هستند اینها هم باز یک اپروپریت مدیکال تراپی میخواد، شاید گاهی کورتون استفاده کنیم، جراحی. ولیکن اگر اینها هم نتایج خوب نباشه ما به داروهای بیولوژیک فکر میکنیم. لطفا اسلاید بعدی رو زحمت بکشید. لطفا بلندگو خاموش کنید دوست عزیز. خب در این اسلاید میبینیم اونایی که تایپ 2 هستند میتونیم توپیکال گلوکوکورتیکوستروئید یا اورال استفاده کنیم، داکسیسایکلین آنتیبیوتیک بدیم. نان تایپ 2 میتونیم ماکرولید طولانی مدت بدیم. تفاوت توی بیولوژیک ها میبینیم نان تایپ 2 اندیکاسیون مصرف بیولوژیک ندارد. در پولیپ به تنهایی اگر تایپ 2 باشد دوپیلوماب میتونه مؤثر باشه. اسلاید بعدی لطفا ببینیم. ببینید بر اساس ایپوس این همه که صحبت کردیم اگر ما پولیپ بایلترال داشته باشیم، اگر بیایم کرایتریا داشته باشیم که تایپ 2 اینفلمیشن داشته باشیم، یعنی اوزینوفیلی خون افزایش یافته باشه، توتال آی جی ای افزایش یافته باشه، نه اسپسیفیک آی جی ای، توتال آی جی ای، یا اوزینوفیلی بافت افزایش یافته باشه، نیازمند چند کورس کورتون سیستمیک در سال باشیم، کوالیتی آف لایف به هم خورده باشه، بویایی از دست رفته باشه و کوموربید آسما داشته باشیم، بر اساس گایدلاین بین المللی ما اجازه داریم که بیولوژیک مصرف کنیم. لطفاً اسلاید بعدی. این بیولوژیک که مصرف کردیم وضعیت مریض رو عموماً چند هفته بعد باید چک بکنیم. اگر علائم مریض بهتر شد ادامه میدیم، ولی اگر علائم مریض بهتر نشد بالاخره چند ماه بعد یا یک سال بعد باید تصمیم بگیریم قطع بکنیم. اسلاید بعدی لطفا. این داستان هایی بود که ما توی ایپوس 2020 داشتیم. این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم از جکی 2021 ژانویه است، مال یک ماه و نیم پیشه. حالا این اسمایی که میبینید همه ابرقدرت‌های پولیپ دنیا هستند. پروفسور باخرت، پروفسور
هوسمن، پروفسور گیبرت، اینا درجه یک درجه یک. حالا بریم صفحه بعد. اینجا اومدن کار ما رو دقیق تر کردن به عنوان آلرژیست و کسی که داره، لطفا خیلی بزرگ نشه، همینقدر خوب. ما وقتی میگیم CRS با پولیپ آنکنترولد یا سیویره، یعنی ما 10% مریضامون تو ایران حساب کنید، 10% 10% جامعه میشه 1% جامعه. حدود 1,000,000 نفر تقریبا ما تو ایران داریم که علائم آنکنترولد و سیویره. یعنی چی؟ سمت چپی که میبینید علائم اینا پایداره و هی تکرار میشه، علائم این که دارن اینترانیزال کورتیکوستروید مصرف میکنن، اینها دارند مجبور میشن که حداقل یک کورس کورتون سیستمیک در یک سال یا دو سال گذشته مصرف کرده باشن و اینا جراحی قبلی سینوس به خاطر پولیپ داشتن. نکته اینجاست که ما نبایستی لودوز کورتون رو فقط به خاطر عدم کنترل پولیپ به اینا بدیم. وقتی میگیم شورت کورس کورتون میگیرن، یعنی حداقل 5 روز کورتون 0.5 تا 0.1 میلی پر کیجی برای در روز گرفته باشن و جراحی قبلی داشته باشن. این مریضا که وقتی میگیم سیویر هم هستند، یعنی پولیپ بایلترال دارن، نیزال پولیپ اسکورشون بالا از کوالیتی آف لایف به هم خورده، میتونیم داروی بیولوژیک استفاده کنیم. لطفاً اسلاید بعد. من هنوز اسلاید، بله. این داروی بیولوژیک که میخوایم استفاده کنیم، دوباره برمیگردیم به این کرایتریا. یعنی ما پولیپی داریم که مرحله سلف منیجمنت، پرایمری کیر، سکندری، ترشیری کیر رو گذرونده ولی علائم کنترل نیست. پس یا سیویر یا کنترل نیست. یه کوموربید داره مثل آسم یا علائم NERD داره. تایپ 2 اینفلمیشن رو ما به شدت داریم علائمش رو میبینیم. و اون زمان ما بیایم مریض رو بهش اطلاع بدیم که چه درمانهای جایگزین میتونیم داشته باشیم، بهش بگیم هم جراحی هست هم بیولوژیک هست و بیولوژیک رو بر اساس شرایط بیمار و اقتصاد بیمار انتخاب کنیم. چجوری انتخاب کنیم؟ اینجا باید خیلی توجه کنیم، به کادر زرد توجه کنیم که اینجا ما پولیپ رو به همراه آسم داریم درمان میکنیم. One airway, one disease. ما یک راه هوایی داریم، اینا جدای از هم نیستن. اون زمان رو بیولوژیک تصمیم میگیریم. لطفاً اسلاید بعدی. نه بعدی لطفاً. بعدی. خب ما بیولوژیک که شروع کردیم، باز علائم رو چک میکنیم. اگر اون معیارهایی که گفتیم خوب نشد، بعد از یه مدت قطع میکنیم. اگر خوب شد باز می‌بینیم چه جوریه. اگه دیدیم لازمه، گاهی شاید یه جراحی کوچیک هم انجام بدیم کنارش، یا یک شورت کورس کورتون بدیم، بیولوژیک هم بدیم. و شاید خود بیولوژیک انقدر خوب باشه که کل درمان رو باهاش ادامه بدیم. اسلاید بعدی لطفاً. دوباره مریض رو بعد از یک سال چک می‌کنیم. علائم خوب بود ادامه میدیم، خوب نبود ادامه نمیدیم. حالا خواهم گفت چطور. اسلاید بعدی لطفاً. تا اینجا مطالب که عرض کردیم در مورد این بیولوژیک ها که صحبت کردیم، کدوم بیولوژیک؟ حالا از جکی 20 مارچ صحبت میکنیم. باز میبینید اینجا اسم اول پروفسور باخرته و اونجا هم پروفسور گیورت که اینا این کاره دنیا هستند. حالا میریم اسلاید بعدی رو با هم میبینیم. ببینید داستان اینجوریه. تا سال 2000 تقریبا ما همه چیز رو تو آلرژی فکر میکردیم که آلرژن، آنتیجن، اسپسیفیک آنتیبادی، پریک تست، ایمیونوتراپی. بعد از سال 2000 خیلی کیس های ریفرکتوری تو تریتمنت بودن که دیگه تو دنیا دیدن برای این 10% هیچ کاری نمیشه کرد. نه پریک کمک میکنه، نه ایمیونوتراپی کمک میکنه. هی اومدن بررسی های مختلف انجام دادن.
1999 2001 2004 همینجور اومدن جلو، دیدن که اینجا سایتوکاین های مختلف هستن، اوزینوفیل، آی جی ای، به موازات این اومدن مولکول های مختلف مونوکلونال آنتیبادی رو برای هم پولیپ هم بیماری های دیگه دونه دونه بررسی کردن. حالا اسلاید بعدی رو ببینید. اینجا ببینید این صحبت های داروهای بیولوژیک که شد، بالا اومالیزومب رو داریم، اینجا داره آی جی ای رو بلوک میکنه، یعنی خیلی ما در سطح هستیم، در مولکول، در سطح مولکول. مرحله بعدی پایین تر میبینید که یه مولکولایی هستن که ائوزینوفیل رو دارن کنترل میکنن، که همکارا فرمودن آنتی آی ال 5 به ویژه، رسلیزوماب، بنرالیزوماب، مپولیزوماب که دیگه تاپیکش هست. پایین دست راست دو پیلوماب رو میبینید که اینترلوکین 4 رو مهار میکنه. تفاوتش با اون یکی ها چیه؟ این داره تعداد سلول های بسیار متفاوت سیستم ایمنی رو مهار میکنه، هم بی سل، هم مونوسیت، تی سل، اوزینوفیل، اپیتلیال سل، رو خیلی جاها داره اثر میکنه. خصوصیت اینه ما هر چقدر از اومالیزومب یعنی آی جی دی میایم به سمت اینترلوکین 5 و میایم به سمت اینترلوکین 4، در فرایندهای تی اچ 2 ما قدرت کنترلمون داروی بیولوژیک بیشتر میشه، قیمتش بیشتر میشه، کنترل علائم بهتر میشه. از این داروها تنها موردی که برای پولیپ منحصراً FDA اپروف شده است آنتی اینترلوکین 4، بقیه به تنهایی اپروف شده نیستند مگر اینکه مریض آسم همراه داشته باشد. لطفاً اسلاید بعدی. اینجا ببینید یه معجزه است، مریض سال 2017 پان پولیپوسیس داره، ژانویه شروع شده دو پیلوماب زدن، 6 ماه گذشته از نصف هم بیشتر پولیپا کم شده، 1 سال گذشته ژانویه 2018 مثل اینکه مریض جراحی عالی شده بدون علامت، یه چیز خیلی خیلی جذاب و جالب برای ما که کار داخلی میکنیم. اسلاید بعدی لطفا. این هم باز یه خلاصه است از همون جکی 2020 که خدمتتون عرض کردم که اینجا داره اهمیت بیولوژیکا رو میده. ببینید صورتی رو نگاه کنید، قبلا میگفتن که اول جراحی نشد بعد بیولوژیک، الان داروهای بیولوژیک هم وزن جراحی و حتی وزن بیشتر داره پیدا میکنه. اسلاید بعدی لطفا. خب ما این حرفا رو زدیم، ما تو ایران چه کار بکنیم؟ همه قیمت ها رو گفتن، آقای دکتر شفیعی هم ماشاءالله قیمت های خیلی بالا میگفتن. برای اینکه موضوع رو جمع‌بندی کنیم، ما در چند سال گذشته تلاش کردیم به صورت مولتی دیسیپلینری انجمن های مختلف، بالاخره تکلیف خودمون رو با گایدلاین مشخص، خانم دکتر بزرگ نکنید لطفا بزرگ نکنید، با گایدلاین مشخص کنیم که اینجا گایدلاین در دسترستون هست. اینجا هم مولتی دیسیپلینری کار کردیم، هم خوشبختانه شرکت عبیدی که اسپانسر این برنامه هستن خیلی ما رو ساپورت کردن که جلسات رو برگزار کنیم، بتونیم تیم رو جمع کنیم، امکانات ارتباطی داشته باشیم، که من به ویژه همه همکاران خانم دکتر فرجی بسیار سپاسگزارم. اسلاید بعدی لطفاً. خب ما اینجا تو گایدلاین مثل همه گایدلاین های جهانی نوشتیم، شماره 1، آنتیبادی ضد اینترلوکین 4 در رینوسینوزیت مزمن با پولیپبینی تایید شده است، یعنی نیاز به آسپ نداره، اگه داشتیم میزنیم ولی خب میبینید که پولشو نداریم. آنتیبادی ضد اینترلوکین 5 مؤثر هست ولی برای استفاده رایج، فقط برای پولیپ تایید نشده است، اگر آسم همراه داشت میتونیم کمک بگیریم. همینطور آنتیبادی ضد آی جی ای همین خصوصیت داره برای پولیپ و آسم، به تنهایی برای پولیپ تایید نشده است. اسلاید بعدی لطفا. این داستانا که اومدیم جلو، اینجا دیگه خیلی شیرین میشه، قیمتهای خیلی بالا. ما دیدیم که توی پولیپ لازم داریم که برای 1,000,000 نفر در کشور داروی بیولوژیک مصرف کنیم. کسانی که difficult to treat آسما دارن،
خیلی از اینا ریفرکتوری یورتیکاریا دارن، اگزماهای شدید دارن، مشکلات گوارشی اوزینوفیلیک شدید دارن. ما شروع کردیم کلینیکال ترایال رو نوشتن در گروه بیوتکنولوژی کشور برای داروهای مونوکلونال آنتیبادی. صحبتایی که شد دیدیم که هم آی جی ای هست، هم آنتی آی ال 5، هم آنتی آی ال 4. بر اساس مستندات دیدیم خب از همش بهتر آنتی آی ال 4ه، از همش هم گرونتره. آنتی آی جی ای رو حدود 2 سال پیش کلینیکال ترایالش رو همکاران نوشته بودند در گروه بیوتکنولوژی کشور و اون رو علارغم این که بسیار بسیار در پولیپ مؤثره به عنوان تیم اصلی به همکارای ریه ما واگذار کرده بودند که متاسفانه اون کار هنوز خوب جلو نرفته. ما دیگه موندیم که بین بقیه چی کار کنیم. باید بین اینترلوکین 5 و 4 انتخاب میکردیم که قاعدتا انتخاب ما آنتی آیل 4 دوپیلوماب بود. وقتی بررسی کردیم دیدیم که خب دوپیلوماب بهتره. ما کلینیکال ترایال رو نوشتیم دادیم سازمان غذا و دارو، خیلی هم خوشحال بودیم. این کار سال گذشته سال 98 کردیم. هی منتظر بودیم که خب بگن قبول، کلینیکال ترایال استارت بخوره و ما داروی ایرانیمون رو داشته باشیم. قاعدتا داروی خارجی که نمیشه مصرف کرد این همه قیمتش بالا باشه. ما این دوپیلوماب تو ایران تولید شده، ما آماده داریم، فقط باید افیکیسیشو با خارجی مقایسه کنیم. توی تیر ماه به ما اعلام کردن که نه نمیشه، شما باید حتما کاست افکتیو آنالیز بکنید که آیا این ایرانی که قراره ارزون باشه هم میتونید استفاده کنید یا نه. ما از تیر ماه شروع کردیم با همکارای اقتصاد سلامت خیلی کار کردیم. یک مطالعه بسیار قوی، آنالیزهای مختلف انجام شد که آیا ما میتونیم مثل همه دنیا، مثل آمریکا و اروپا دوپیلوماب رو برای پولیپ به کار ببریم. هرچی مدل سازی کردیم دیدیم نه، با اقتصاد ما هماهنگ نیست. یعنی اینکه ما در ایران بر اساس درآمد ناخالص ملیمون نمیتونیم برای مریضی که فقط پولیپ داره آسم نداره دوپیلوماب بزنیم. مدل سازی رو مجبور شدیم بازنگری کنیم که اینجا من بسیار میخوام قدردانی کنم از جناب آقای دکتر فضل‌اللهی که مطالعات 10 سال گذشتهشون در مورد آسم خیلی خیلی کمک کرد به این قضیه که تونستیم بر اساس ترکیب و مدل سازی شیوع difficult to treat آسما که جناب دکتر در مرکز تحقیقات ایمونولوژی و آلرژی زحمت کشیده بودند، با این پولیپ وقتی مخلوط کردیم دیدیم این کاست افکتیو جواب میده. الان خوشبختانه در آذر ماه پرونده رو به سازمان غذا و دارو دادیم. منتظریم که دوپیلوماب 6000 دلاری و 2000 یورویی با قیمت 1,500,000 تومان در دسترس باشه و بسیار امیدواریم که این بیمه بشه و مریضا فقط 10-20% هزینه‌ش رو بدن و انشالله این تایید شد. از در سال 1400 کلینیکال ترایال کارایی کلید بخوره و بتونیم پایان 1400 داروی ایرانی رو داشته باشیم. اسلاید بعدی لطفا. آقای دکتر وقتمون تمومه، اگر که محبت کنیم دو تا اسلاید. من ببخشید که خیلی حرف زدم. اینجا رو ببینید، ما همش رفتیم بیولوژیک دیدیم. الان داستانی که هست، من میخوام این موضوع رو به همکارای جوان و تازه کارمون منتقل کنم. همونجوری که میبینید خیلی از بیماری‌های آلرژیک که ما رینیت آلرژیک CRS، اتفاقی که میفته مایکروبیوم بینی به هم میریزه. یعنی پشت سر این سیستم ایمنی ما یک مایکروبیوم هست که این مایکروبیوم به نظر میرسه داره ایمیونو ماجولیشن انجام میده. شاید ما بتونیم روی این زمینه کار کنیم. اسلاید بعدی که دیگه تقریبا آخره. ببینید ما یک گات لانگ اکسیس از لحاظ مایکروبیوم داریم، یا از لحاظ این گات به نوز هم در ارتباطه. به نظر میرسه اگر ما بتونیم کم کم رو میکروبیوم روده کار بکنیم،
این میکروبیوم خیلی ارتباط داره با سیرکادیان ریتم اشخاص، خیلی ارتباط داره با نوتریشن، خیلی ارتباط داره با نوروسایکولوژی اشخاص. این میتونه به عنوان روزهای آینده بیولوژیکال تراپی برای ما راه باز کنه. جالب اینه که در این زمینه اخیراً از سال 2018 در امریکا کلینیکال ترایال ها شروع شده. خوشبختانه ما هم داریم یه کارایی رو تو همین زمینه شروع میکنیم و امیدوار هستیم که با همکاری همدیگه بتونیم هم درمان‌های خیلی مؤثر پرسونالایز داشته باشیم، همین که بتونیم بیمارامون رو از این فشار کم کنیم. و نهایتاً اسلاید آخر، من میخوام اینجا یه تأکید دیگه بکنم. وقتی که ما صحبت میکنیم از پولیپ، ایوزینوفیلیک دیزیز، آسم ایوزینوفیلیک، همون جوری که میبینید اینجا واقعاً اسپسیفیک آی جی ای، اینجا واقعاً پریک، اینجا ایمیونوتراپی نقش ندارد. از همه همکاران خواهش میکنم لطفاً در این بیماران دیفیکالت تو تریت خودمون گیر پریک و ایمیونوتراپی و اینا نندازیم و به این درمانهای بیولوژیک فکر کنیم که انشالله بتونیم نتیجه بخش باشه درمانهامون. اسلاید آخر هم و بعدی هم باشه که دیگه من از همه تشکر میکنم. متشکرم، خیلی ممنونم از شما. و من بزرگم که این اختلال پیش آمد. خواهش میکنم، خیلی متشکرم از همه اساتیدی که ما رو تا اینجا همراهی کردن، تشکر میکنم. یکی دو تا سوال بود، یکی در رابطه با در واقع این که آیا شرکت عبیدی فکتوفنادین داره که خیر نداره، در رابطه با سوالی که پرسیده بودن در خصوص ارتباط سیترزین و سی ان اس. خانم دکتر فرجی یک برنامه دیگه رو همزمان شرکت میکردن، فرمودن که اگر که اساتید نیاز بدونن مقالاتی در این رابطه در واقع در اختیار اساتید قرار میدن. در رابطه با اسلاید ها هم اسلاید ها رو روی گروه انجمن شیر میکنیم و من دیدم که برنامه داره ضبط میشه و روی یوتیوب فکر کنم که برنامه هایی که مرکز طبی هماهنگ میکنن بعداً به صورت آفلاین میشه روی یوتیوب دید. خیلی از همراهی همه اساتید سپاسگزارم. برای گرفتن امتیاز هم همجور که میدونید باید در آزمون مربوطه توسط اپلیکیشن شرکت کنین. امیدوارم که برنامه مفید بوده باشه و خیلی خیلی سپاسگزارم از اینکه روز پنجشنبه‌تون رو به ما اختصاص دادین. از سخنرانان عزیزمون جناب آقای توشفی و جناب آقای قلی‌باقی خیلی تشکر میکنم بابت سخنرانی های بسیار عالی و آپدیتشون. خیلی متشکرم، ممنونم.